Enol. به نام خداوند زمین و آسمان ها، در کهنبوم و بر ما اقتدار پارسیست، آسمان نام قشنگ در مدار پارسیست. این زبان دانش و فضل و کمال ما بود، اعتبار ما همه از اعتبار پارسی. دوستان گرامی، یاران با وفا و مهمانان گران ارج، عرض درود و ارادت و احترام دارم. زبان مادری به مثابه نخستین پایه آموزش و فراگیری زبان در خانواده جایگاه درخشانی دارد. روز 21 ماه فوریه برابر به دوم ماه رود یا اسفند، از سوی کنفرانس عمومی یونسکو بنابر پیشنهاد کشور بنگلادش به نام روز جهانی زبانهای مادری نامگذاری گردید و در سال 2008 ترسایی سازمان جهانی ملل متحد نیز آن را به رسمیت شناخت و کانون پاسداران فرهنگ تاجیک افتخار دارد که در نشست امروز از این روز پر افتخار جهانی تجلیل به عمل می‌آورد. از آنجایی که گرد همایی امروز ما به منظور تجلیل از روز جهانی زبان مادری است و زبان ما پارسی است، از جناب محترم دکتر صاحب حمیدالله مفید خواهش می‌کنیم تا سرود چتر شرف چراغ مسیحا است پارسی را به سمع شما سروران برسان. دکتر صاحب مفید تشریف دارد، میکروفونشان بسته است. Oh,
سپاس از جناب دکتر صاحب حمید که لطف کردن یه آهنگ گذاشتن. حضار گرامی، در برنامه امشب ما مهمانان گرانقدر از اقصی نقاط جهان اشتراک دارند. استادان و دانشمندان و زبانشناسان از کشورهای تاجیکستان، ایران و افغانستان برنامه امشب ما را رنگین و وزین‌تر ساخت. در آغاز با عنوان اولین سخنران از بانوی محترمه بانو شهناز کاملزاده خواهش میکنیم تا سخنان خود را به سمع ما برسان. سلام و درود به استادان ارجمند، پاسداران زبان فارسی یا فارسی. صدای من می آید؟ بله. و سپاس از شما که باور کردید و این چند لحظه رو در اختیار من گذاشتید تا در مورد زبان مادری خود، در مورد یک کم تاریخچه این سرنوشت زبان تاجیکی فارسی من صحبت کنم. و قبل از آغاز صحبت از نام لایق شیرعلی شاعری توانای تاجی میخواستم بگویم زهر باد و شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است و به خصوص به آن آدمانی که چنین زبان ناب و شیرین فارسی دارند. خب یک کم فهم درباره این تاریخچه زبان تاجیکی بگویم. خب ما معلوم است که تا اشغال اتحاد شوروی که تاجیکستان شامل امارت بخارا بود، خط و زبانمون فارسی بود. ولی پس از ورود ارتش شوروی و بنیاد جمهوری های دیگر در داخل این اتحاد، خب اول ما را کردن جمهوری ترکستانی شوروی بودیم، بعد با تلاش قهرمانان تاجیک شدیم جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. ولی در این میان به خاطر آن که تاجیکستان را، مردم تاجیک را از اصل خود دور کنند، از یعنی ایران و افغانستان، خط اولین کاری در تاجیکستان کردن، خط ما را تغییر دادن، تبدیل دادن. یعنی سال 27 اول خطی ما رو کردن لاتینی، چون بیشتر با لاتینی نزدیکتر بودن منطقه و این حروف آشنایی بیشتر داشتن. پس از 13 سال خطی ما رو کردن سیریلیک یا کیریلیک و همین طول تا امروز هنوزم خط ما کیریلیک است.
حدود 100 سال می شود ما از خط اصلی خود یعنی نوشتاری فارسی دور مانده ایم، اما خوشبختانه زبانمون پایدار است. هرچند تا این قدر سالهای طولانی زبان روسی خیلی تاثیر کرده است، زبان رو خیلی خراب کرده اند، اما بازم همون کلمه ها اومن صرف و نحوی اصیل فارسی حفظ شده است و اون هم من فکر میکنم به خاطر همون ادبیات غنی که از بزرگان پیشین خود ما به میراث گرفته ایم. و در اینجا سهم لاهوتی و عینی را باید ذکر کنیم که در زنده نگاه داشتن زبان فارسی در تاجیکستان که در آغاز این انقلاب ها لاهوتی و عینی استادن ارزنده است، آنها تلاش های زیاد کردن و بعدا بزرگان از پیامد های آنها عمومی قناعت بازار صابر لایق شیرعلی که سرآمدی ادبیات معاصر تاجیک هستن، آنها هم در حفظ این زبان فارسی تاجیکی خیلی سهم گذاشتن. اما امروز زبان ما چون دنیا در حال گلوبالیزاسیا قرار دارد، الله ببینید حتی در صحبت های من هم کلمه های روسی وجود دارند، چون مردم تاجیکستان هنوز هم همون عادت های شوروی در ذهن مردم مانده است. یعنی ما همیشه تلویزیون های روسی را تماشا میکنیم، چون فرهنگ روسی را وقتی تحمیل کردن در سر ما همون فرهنگ مانده است. مثلا جشن هنوز اما سال نو میلادی را جشن میگیریم و یا دیگر فرهنگ ها و شوخی ها و فیلم های روسی، چون از آوان کودکی ما فیلم روسی دیدم، از آوان کودکی با ترانه های روسی بزرگ شده ایم و همون چیز دیگر در ذهن های ما مانده است. و بنابراین هنوز در پایتخت مثلا در سازمان های بین المللی در اکثر نهادهای خصوصی هنوز زبان کاری روسی است متاسفانه. مثلا من تا 10-15 سال در شرکت ها خصوصی کار کردم، زبان کارگزاری روسی بود و طبیعی است که وقتی روزی دراز گفتار با زبان روسی است، نوشتار با زبان روسی است، کارگزاری با زبان روسی است، تفکر و فکرانی مون هم با زبان روسی شده. حالا خوشبختانه من در یک رسانه فارسی زبان کار میکنم، دارم باز بر اصل خود برمیگردم و هزارها سپاسها با این رسانه و این مردم. ولی مردم عامه در پایتخت هنوز تاثیر زبان روسی بیشتر است، اما باز هم با زبان فارسی یا تاجیکی به عنوان یک ارزش ملیشان احترام میگذارند. در منطقه جنوب با خوشبختانه من هزارها سپاس به تلویزیون های جیم تی وی و تلویزیون های طلوع میگویم که طریق ماهواره مردم جنوب و شرق این تلویزیون ها را میبینند و در پایتخت هم، و همین زبان فارسی دارد جای روسی را میگیرد و ما در لهجه گفتار مردم جنوب میبینیم که تقلید میکنند و مثلا همون زبان فارسی معیار یا زبان فارسی که در افغانستان ایران است. و در شمال هنوز متاسفانه این روند ضعیفتر است، ولی نسل نو من میبینم نسل نو با این که در تاجیکستان یک روند احیای جشن های باستانی، احیای فرهنگ باستانی خیلی رونق میابد، روش میکند. نسل نو مثلا فرزندانی من میبینم و من همسالای آنها با زبان فارسی خودمون توجه بیشتر ظاهر میکنم که این باعث خوشحالی است. و در همین جا من خیلی میبینم مثلا فارسی زبان ها از این که ما فارسی مینویسیم، من مثلا فارسی مینویسم پر از اشتباه مینویسم، چون نیست داخل در کار بود، اصلا هیچ جا ما فارسی نمینویسیم، هیچ جا فارسی رو نمیبینیم. در مدرسه ها پیش بود از صنفی شروع میشه تا 8-9 فارسی میخونن، حالا اون رو تنها دو سال کردم، من نمیدونم چرا، این خیلی باید تاسف است، تنها دو سال هست 6-7 فارسی میخونن، اون هم در یک هفته به فکر یک بار است یا زیاد باشد دو بار است.
اون اونم به عنوان خط نیاکان نام برده می شود. دیگر نیست در هیجا ما این خط رو نمی بینیم، تجربهش نمی کنیم. خط معلوم است که هر زبان و هر خط اگر استفادهش نبرده فراموش می شود و مورد انتقاد شدید قرار می گیرم. مثلا خیلی تون با من به جای کمک هست نفرانی که کمک میکنن میگن خانم کمیلزی در این کلمه این جور نوشته میشود، مثلا یک ز چهار تا هست، یک په هم سه چهار تا هست در الفبای فارسی، نمیدونیم کلمه را با کدام ته و با کدام ز بنویسیم. این مشکل ما تاجیکان است و انتقاد میکنن. بعضا ما میگم بس میکنم با فارسی دیگر نمینویسم، مثلا باز میگم نه، اونا کی هستن که با من میگویم من با فارسی نویسم یا ننویسم؟ قبول دارم با اشتباه می نویسم، اما تلاش می کنم که کار کنم روی اشتباهاتم و فارسی هم را بهتر کنم. و مردم تاجیک ما هم تاجیکستان وقتی با فارسی می خواهم بنویسن مورد چنین یک انتقاد شدید وقتی قرار می گیرم می ترسن دیگر فارسی نمی نویسن. بنابراین باید یک کار کرد، یک روح پیدا کرد که شاید درس های آنلاینی باشد یا چی باشد که به مردم تاجیکستان خط فارسی را یاد بدهیم. حالا در زبان نوشتار ما از گفتارمان خیلی تفاوت دارد. شیوه ها و لهجه های گوناگون در منطقه های تاجیکستان زیادن که خیلی شیرین هم. مثلا من اگر ونج میروم، ونجی ها وقتی حرف میزنن من اونا رو خیلی به سختی میفهمم، اما کلمه های خیلی فارسی باستانی اونجا زیادن. باید در منطقه مثلا سو و حتی همین تاجیکی ادبی ما که وقتی من متن می نویسم و با همکارانم که در افغانستان اینترنشنال و ایران اینترنشنال من کار میکنم با آنها میفرستم، ایرانی ها با من میگن شهناز خانم تو چرا هی زور میزنی در مطالبت از کلمه های شاهنامه استفاده میبری؟ زبان شاهنامه ای رو مثلا ایرانی ها امروز نمیفهمن. من میگم که نه، اون از شاهنامه نیست، همین زبان گفتار عادی ما هست. مثلا من اینجا استفاده بردم مثلا کلمه اصارخانه رو، من تعجب کردم ایرانی ها موزه میگفتن، اما در ما اصارخانه هست. یا همین گونه کلمه های دیروز هم مثلا یک کلمه بود نفقه، او ایرانی ها بازنشسته می گفتن، بر افغانستان هم شده. و همین گونه چند کلمه های سال همکاران من یک دفتر باز کرده است و همین کلمه هایی که در متن های من می بینند می گیرد برای خودش می گوید من یک لغت واژه های لوجیکی رو ساختم و می نویسم. واژه های زیاد، کلمه های زیادی داریم باستانی، مثلا به عروس می گوید سنهار. سنهار یک کلمه خیلی قدیمی همین فارسی خودمون بوده است و همین گونه کلمه های زیاد داریم که امروز در کاربرد تاجیکی هست اما در کاربرد مثلا مردم ایران افغانستان نیست. دیروز یک کلمه خیلی زیبا مثلا همین کلمه ترمه هم یخ کوچ میگفتن، ترمه هم میگفتن مثلا در ایران افغانستان نیست. در ایران بهمن است، بهمن میگفتن، در افغانستان برف کوچ میگن، ما ترمه میگوییم. و وقتی منم میام برنامه میکنم پخش مستقیم خیلی سخت است. یا همین چوجه در افغانستان میگوین چوچه، در ایران میگوین جوجه. و ما در تاجیکستان از هر دوی شما ناراحت نشوید گفته ایران و افغانستان گفتن چوجهش کرده. همین گونه یک تفاوت های خرد و ریزه هست، اما جالب هم مثلا نمیدونم باید یک گروه ساخته شود که نمیدونم ما تاجیکستان و مردم ایران افغانستان را در حال حاضر تنها چیزی که ما رو متحد میسازد سرودهای همین تاجیکی است. با واسطه این سرودها من میبینم که مثلا یک سرود سراینده تاجیک 2 میلیون 10 میلیون تماشابین دارد، یعنی دوست دارم گوش میکنن، یعنی به واسطه موسیقی فهمیدم به واسطه موسیقی چیزی خوب است. حالا هنرمندا که این همکاری را آغاز کردن و ما در دایره های علمی و نمیدونم فرهنگی جنبه های دیگر هم باید این
همکاری را آغاز کنیم. تشکر. سپاس بکرام از بانو کاملزاده عزیز و گرامی، همتبار مهربان ما که از کشور دوست و برادر ما تاجیکستان تماس گرفت. بسیار زیاد تشکر. سلام. هر کسی که از غیر حق عاری شود، از زبان او خدا جاری شود. این زبان ما زبان مادری است، فارسی و تاجیکی و هم دری است. زبان مادری اما زبانی است که ما از زمانی که متولد میشویم با هم فکر میکنیم و با او زبان خواب میبینیم و با واسطه همون زبان سخن میگوییم. به همین سبب و همین دلیل یونسکو اهمیت زیادی برای این زبان قائل است و میکوشد تا از آنها به جهت حفظ تنوع زبانی و فرهنگی در جهان نگهداری کند. اکنون از دانشمند گرامی استاد دانشگاه جناب محترم رحمت شای محمد شاه گرامی خواهش میکنیم تا میکروفون خود باز کنم و سخنان خود آغاز کنم. تشکر. با عرض سلام و مهر، بنده رحمت شاه محمد شاه از شهر دوشنبه همراه شما تماس میگیرم. برای شما میشنوید؟ بله بله، کاملا صدای شما درست میاد. بازم سلام علیکم، مبارک باشد روزی زبان مادری و تمام فارس زبان جهان از جمله فارس زبانان تاجیکستان و افغانستان. بنده هم البته اون چیزایی که من میخواستم بگویم، همشهری من خانم نازنین کاملزاده بسیار فصیح و مفصل گفتند و من براستی که از همون بعضی چیزها کلمات و لهجه هایی که میخواستم بگویم مرکست ها گفتند و بنده خوب دیگر میخواهم بعضی علاوه بکنم. من میخواستم در موردی چون بنده معارخ هستم، معارخی تاریخ افغانستان و سالیان زیاد من در افغانستان بودم و میخوام چند کلماتی در مورد وضع زبان فارسی دری یا که فارسی کابلی در افغانستان اجمالا گفته بگذارم، که البته چیزی که من میگویم چیزی نو نیست. تمام دوستان آگاه هستند که در شرایط کنونی در افغانستان چی رخ میدهد و این تضعیق و این فشارها بالای زبان فارسی در افغانستان تاریخی طولانی دارد و شروع میشود از همون بگوییم که از زمانی عبدالرحمن خان و بعدا در زمانی نادر خان این تضعیق و این فشار زیاد شد و بخصوص در چند سال آخر که با آمدن قواهای بسیار خشین و وحشی بگویم اگر فرق خطو نمیکنیم به قدرت سیاسی در افغانستان، این فشارها نهایت زیاد شدند و امروزها ما میشنیم و میبینیم که در تمام ساحات زندگی، چی در مکاتب، چی در دانشگاه ها، چی در مطبوعات، چی در تلویزیون، کوشش میکنن که زبان فارسی را محدود بسازند، اما اونها کل خوردند. این کوشش ها و حرکت ها و سیاست ها چندین بار تکرار شدند و موفق نشدند و انشاءالله که باز در آینده جای خود را زبان فارسی
میگیرد و رونق میابد. بنده من وقتی که در افغانستان در سالهای 1978-82 چهار سال ایفای وظیفه کرده بودم و حیث ترجمان و به واسطه شاهدی کلام زیبای فارسی بودم و کلمات و واژه های نهایت زیبای را که در کابل میگویند و در قسمت شمال افغانستان میگویند و در پنجشیر که من بودم میگویند، گاهی گاهی و نه تنها گاهی، اکثرا اون واژه ها و کلمات در زبان تاجیکی یا که در زبان فارسی مردم جنوب تاجیکستان بخصوص در قتلان زمین بسیار وامی خورند. و من شاهد بودم که یک وقت در مکرونی کونه زندگی میکردیم، در صحبتی چند دوستان افغانی کلمه بخچی را شنیدم که بسیار در حیرت شدم که کلمه واژه بخچی در منطقه کلاب نهایت مروج است و این از ارتباطات بسیار ناگذستنی این حوزه زبانی این منطقه بسیار به هم نزدیک و خشتبار شهادت می دهد. من در این لحظه ها اگر کدام باز گپ دیگر پیدا شد انشاءالله که اعلام میکنم، تمامی دوستان و هم کشان و هم تباران را با این جشن بزرگ زبانی مادری تبریک می‌نمایم. تشکر. بله؟ بسیار زیاد تشکر جناب دانشمند گرامی استاد محمد شاه ارجمند. ممنون. چون بلبل مست راه در بستان یافت، یک گواهی هم خوب است که بخوانم. چون بلبل مست راه در بستان یافت، روی گل و جام باده را خندان یافت. آمد به زبان حال در گوشم گفت، دریا که عمر را نتوان یافت. اکنون از جناب محترم جاوید احور خواهش میکنیم تا سخنان خود و سم دوستان. جاوید احور جناب خراسانی سیب حضور ندارن هنوز، جناب نایل سیب خواهش کنین که حضور دارن. ما را اجازه بده که طوری که لست گرفته ما بطور پیش بریم. جناب احور تشریف ندارن، حالا نوبت میرسه به جناب محترم دکتر صاحب حمیدالله مفید. دکتر صاحب مفید بفرمایید. با درود سپاس به پایان، نخست اجازه بتون که روز جهانی زبانهای مادری را که از جرفای عمق جهان و زبان برخواسته به همه دوستان و یاران شاد و خوشسته بخوانم. بله؟ آواز ما هست؟ بله آواز شما هست، اینجا یک صدای جانبی آمد، لطفا میکنم. به همال پیش از او که بریم به روز جهانی زبانهای مادری و وضعیت زبانهای مادری در افغانستان، اجازه بدین که کوتاه سخنی داشته باشم از نام زبان ها، که زبان چی است و چگونه زبان پدیدار شد و جایگاه زبان در جامعه چی است، در همبودگاه چی است. اگر من اجازه بدین که من یک مقدار زیادتر و افزونتر به حیث یک شاگرد زبان شناسی خدمتتون عرض کنم، اجازه است؟ بفرمایید دکتر سر گرامی. تا چند دقیقه شما میتونید 10 دقیقه صحبت بکنید؟ 20 نمیشه. خب کم است؟ خیلی درست است. یک خواهش دارم از شما دکتر صاحب گرامی، خیلی معذرت میخوام. جناب کرامت الله در پشت خط هستن، ایشان از افغانستان هستن، میذارم ایشان صحبت بکنم بعد شما درست است. اجازه است؟ درست است. خواهش با افتخار با کمال می برنامه همین که ایشان صحبت کنم. قربان شما دکتر صاحب گرامی. پس از جناب محترم کرامت الله کرام خواهش میکنیم تا ایشان صحبت های خود آغاز کنن، چون در افغانستان تفاوت دو سه ساعت است
و ایشان دیر میشه. جناب ایشان اینجا همی این لحظه تشریف آوردن، میتوانن به صحبتهای خود آغاز بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوشحال هستم که امرای شما هستم در این مجلس. از برادرایی که زحمت کشیدین در برگزاری نشست، از همشان سپاسگزار هستم. دعا برشان میکنم خداوند بر اونا اجر بده. جا دارد که روز زبان مادری را به همه برادرای فارسی زبان ما، چه در داخل کشور است و چه هم در خارج از کشور، بر همشان مبارکباد بگویم. از آدرس شورای گردیس صحبت میکنم، از فارسی زبانهای گردیس. جا دارد که احترامات و سلامهای گرمشان خدمت همه حضار محترم و تمام بیننده های محترم تقدیم بکنم. شما شاهد بودین که در جلسه ای که ما با مناسبت روز زبان مادری در استان پکتیو شهر گردیس داشتیم، همزمان ما یک فرهنگسرای را افتتاح کردیم به نام فرهنگسرای گردیس. چون سالهای قبل یک آدرس مشخص فرهنگی در گردیس نبود به خاطر فارسی زبانهای گردیس، امید داریم که این مرکز به یک پایگاه فرهنگی، علمی و اجتماعی زون پکتیا تبدیل شود. از تمام برادرای و بزرگوارایی که کمک کردن، همکاری داشتن با ما، از همشان سپاسگزاری میکنیم. جا دارد که پیام خودم با شما شریک بکنیم. به خاطر غنیسازی اینمی فرهنگسرای تمام حوزه فارسی زبانهای ما، شما که در هر جایی که قرار داره باید سهم خودشان را داشته باشند. به خاطر هویت ما، به خاطر تمدن ما، باید با هم یکی دیگه خود ما نزدیک باشیم. سالهای قبل تعداد کسایی که از حوزه فارسی زبانها در اینجا در اقتدار بودن، متاسفانه کارهای بنیادی، کارهای درست صورت نگرفت. ما به صفت یک جوان تازه نفس، پیام ما هم ایست که باید حرفای منفی گفته نشود، دست به کار شویم. شما شاهد هستین که سخت‌ترین شرایط است. ما به خاطر ملت و مردم ما رسماً در سنه عمل داخل شدیم و همی که فرهنگسرای افتتاح شد، از خود جوانای گردیز، از پکتیا، از تمام استانای افغانستان تماسا گرفته شد، دوستا حمایت کردن، از خارج از کشور حمایت کردن، بسیار استقبال گرم نشان دادن. دیگه ما جا دارد که از همشان سپاسگزاری بکنم. زبان فارسی زبان مولاناست و شرق و غرب را بدون کدام صلاح استعی فتح کرده. زبانی است که در خود اسلام بعد از زبان عربی دوم زبان است، یعنی رسمیات داره. بزرگای ما، شاعرای ما، ادیبای ما زحمت کشیدن، کارا و برنامه‌های زیاد در این حوزه شده. نسل جوان هم باید تمام مسائل را در نظر بگیرند، وارد عمل شوند. بازم صحبت‌ها بسیار زیاد است، ای که ما وقت دیگه دوستای خود نگیرم، از بزرگوارای خود نگیرم، دیگه صحبت‌های خود به پایان میرسانم. بازم تمام بزرگایی که در اینجا سلامای خود خدمتشان تقدیم میکنم، کسایی که زحمت کشیدن در برنامه نشست، تنظیم این نشست، از همشان سپاسگزاری میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احوال شبم تشریف آوردن جناب کرامت الله، کرامت عزیز و ارجمند، شما افتخار بخشیدید، شما زحمت کشیدید، از او رای دور با این مشکلات انترنتی تماس گرفته، یک جهان از شما سپاسگزاری میکنیم. انشاءالله و تعالی در همه کارهایتان موفق و کامیاب باشه. یادآوری میکنم که جناب شما رئیس فرهنگسرای تاجیکای ولایت گردیز هستید. بسیار زیاد تشکر. اکنون که جناب احمد تشریف آوردن، تا حال فکر میکنیم دوبار ایشان خواسته این انشاءالله که اندفعه نمیبینیم ایشان هستن. از جناب دکتر صاحب احوار گرامی خواهش میکنیم تا به سخنانشان بپردازیم. عرض سلام و درود دارم خدمت بزرگان و اندیشمندان تاجیک و
اعضای محترم کانون پاسداران فرهنگ تاجیک. خوشحال هستم که امروز بعد از مدت ها دوباره شما را میبینم و صدای شما را میشنوم و در کنار شما هستم به عنوان یک عضو نه چندان فعال کانون. به مناسبت روز زبان مادری صحبت های هم خود داشتم بسیار کوتاه و دوست دارم که اگر دوستایی که پرسش یا بحث داشته باشن به اونا هم گوش بدم و صحبت هایی داشته باشیم که از او داشته هایی که دارم در رابطه با بحث زبان ناسیونالیسم زبانی شاید خیلی در این برنامه قابل گنجایش نباشه، ولی بسیار کوتاه در رابطه با این که ریشه های همین بحث زبان مادری در کجا است و این برای ما فارسی زبان ها و تاجیک ها لازم است چگونه برخورد در رابطه با این روز داشته باشیم. در رابطه با این موضوع صحبت خود کردم. دوستای عزیز، همین بحث زبان مادری، وقتی ما وقت میگیم زبان مادری، بدون شک داخل یک ساحه از شعبه از علم میشیم که او در بحث زبان شناسی نمی کنیم دیگه، بیرون از زبان شناختی میریم یک ساحه که بین علم سیاست و حکومتداری و ناسیونالیسم و ساحه ایدئولوژی، ساحه ایده ها، ساحه استفاده سیمبولیک و نمادین از زبان ها هست. برای من هم یک زمان وقت شاگرد بودم یک سوال بسیار کلان بود که چرا این زبان مادری میگن و دلیل زبان مادری خواندن یک زبان چی است و آیا در گذشته ها هم این بحث وجود داشته یک بحث یا اینکه یک بحث معاصر است؟ بدون شک در وقت در بخش لینگویستیک یا زبان شناختی داخل میشیم متوجه میشیم که این بحث جایگاهش معلوم است که بحث از اروپا میاد و طرف شرق و یک شخصی در آلمان به نام ویلیم رایخ میگن یه آدم یک نوبل نوشته میکنه به نام لیتل من، یک مرد کوچک، و با استفاده از این ناول یا رمانش میخواه که آلمانی ها رو متوجه بسازه که یک آلمانی باید چگونه در رابطه با زبانش برخورد بکنه، و از اونجا شروع میشه که بحث زبان مادری را بر اولین بار این مدرش پراخه یعنی واژه را اختراع میکنه که مدرش پراخه چه معنا میده. باز خودش توضیح میده که برای یک طفل کودک یا یک طفل خردسال که رابطه عاطفی با مادرش داره، اون چیزی که از مادرش میشنوه اونم زبان مادری هست، و در حقیقت بحث زبان مادری یک دو چیز را پیوند میزنه: بحث احساس با زبان را پیوند میزنه، بحث فرهنگ با زبان را پیوند میزنه، بحث هویت و زبان را پیوند میزنه، و این یک بحث بسیار جنجالی هم است. یعنی اون رقمی که ما شما تصور میکنیم که بسیار معصوم است و تایی رابطه زبان مادر است و هیچ پیامدهای این بحث برای دنیای سیاست و هویت نداره، اینطور نیست. یعنی یک بحثی است که مطلق ایدئولوژیک، مطلق سیاسی هست و این یک بحث سیاسی است که داخل گفتمان زبان شناختی شده یا گفتمان علمی شده. از اون لحاظ بسیار لازم است کدام یک کمی که توجه بکنیم به اینکه این بحث بود سیاسی چرا برای ما فارسی زبان ها مثلا چندان به فایده ما نیست یا چندان به سود ما نیست. خب اولی که اگر ما قرار باشه فرض بکنیم که هر کسی یک سود یک زبان مادری داره، یک نفر که پشهی هم هست و همی از خود یک زبان مادری داره و شغنی هم داره و یزغلامی هم داره و خوارزمی هم داره و ازبکی هم داره و هر کسی که در دنیا زندگی میکنه از خود یک زبان داره و او زبان خود از طریق مادر میگیره، و گویایی یک رابطه ژنتیکی است که زبان را از طریق ژن ما میگیریم، از طریق خون میگیریم، یک نهی که کسب میکنیم. یعنی بخش کسبی بودن زبان را ای بحث نفی میکنه، در حالی که تمام
داده ها و معلوماتی که امروز ما در دنیا داریم نشان میده که زبان بیشتر کسبی است تا به یکی ژنتیک باشه یا به یکی ارثی باشه که از طرف یا از خون آدم بگیره. مثلا یک نفره که مطلق فارسی زبان است در یک خانواده فرانسوی کلان شوه و زبان فرانسوی را به عنوان زبان اولش قبول میکنه. این بحث زبان اول را زبان مادری ساختن یک بحثی است که پیامدهایش بسیار ناگوار است، بخصوص بر زبان فارسی. من وقت شما میبینین که یک هندی در وقت بخصوص در زمانی که این بحث ها از اروپا وارد شد به کشورهای در مستعمرهای انگلیس و مستعمرهای اروپا مستعمرهای روس، بازی زبان را مثلا بیشتر ترک‌ها در آسیای میانه مطرح کردن و امتدادی از هندی ها در هند مطرح کردن که ما باید زبان مادری خود بسازیم و زبان مادری ما چیزی غیر زبان فارسی است. شما میدونید که زبان فارسی به عنوان یک زبان لینگوا فرانکا یا یک زبان بین الاقوام یا زبان بین الفرهنگی بوده، همیشه در اداره ها بکار برده شده، زبان معارف بوده، زبان فرهنگ بوده، زبان شعر بوده، زبان دربار بوده. از اون خاطر این زبان او چی رو نداره، یعنی حتی تعدادی از دانشمندان میامدن میگفتن که زبان فارسی زبان مادر هیچ کسی نیست و چون زبان مادر هیچ کسی نیست دیگه حق نداره زبان فارسی زبان ملی هیچ کشوری باشه بجز فارس و بجز یعنی ایرانی که امروز است. یا حتی این حق را از ما شما فارس زبان افغانستان و تاجیکستان از اینا هم نفی میکردن، میگفتن خب در بخارا اگر زبان فارسی زبان اداره بوده این به خاطر از این نیست که اینجا فارسی زبان ها زندگی میکردن یا این که زبان فارسی زبان مادر کسی بوده باشه. اینجا در اینجا زبان فارسی فقط زبان اداره بوده مثل هندواری. از اونجاست که باز این بحث کلن در یک خصوصا در امی اوائل قرن بیست بر ضد زبان فارسی با کار برده میشه. معمولا گروه های حتی بحث زبان های پامیری را روس ها یک مدت دامن زدن در مقابل زبان فارسی تاجیکی در فرارود که میگفتن اینا حق دارن زبان مادری خود صحبت کنن، زبان مادری اینا فارسی نیست یا تاجیکی نیست و اینا باید به زبان از غلامی بنویسن، به زبان یغنابی بنویسن، به دیگه زبان بنویسن. و ایجا فرضیه ای که پشت گفتمان زبان مادری پنهان است است که یک شخص فقط یک زبان مادری میتونه داشته باشه و فقط با یک زبان میتونه رابطه عاطفی داشته باشه و برای یک چغنی گویا زبان فارسی اما حیثیت را داره که زبان انگلیسی داره، گویا زبان روسی داره یا گویا زبان چینی داره یا یک زبان دیگه داره. و از اونجاست که ما متوجه میشیم که این بحث یک بحث بسیار جنجالی است در بعضی کشورها وقتی که زبان ای گفتمان مطرح میشه حتی از طرف گروه حاکم مطرح میشه. مثلا در ازبکستان یا همون زمان بخارای سوسیالیستی یا بخارای اشتراکی و زمان که مول اصطلاح به کار می بردن جدیدی های ناسیونالیست ازبک، اونا می گفتن که زبان ملی ما یا زبان مادری ما توسط زبان فارسی سرکوب شده، ما باید این را حفظ کنیم. یعنی گروه حاکم می آمدن بحث زبان مادری را در مقابل زبان که در اونجا گویا تعدادش سخنورایش کمتر بوده در مقابل از او به کار برده میشه. یعنی اینجا همیشه اینجا بحث مظلومیت اینجا مطرح نیست، اینجا بحث مظلوم نمایی هم مطرح است که یا مثلا در جغرافی افغانستان تعدادی از پشتو زبان های ما میامدن میفتن که زبان مادری ما سرکوب شده، اینجا زبان فارسی همه امتیازها را داشته و ما باید تمام سرمایه گذاری ما رو روی زبان پشتو بکنیم به خاطر که این زبان با استفاده از امی گفتمان حق زبان مادری، در حالی که اونطور چیزی که ما بریم به اعلامیه جهانی حقوق بشر رو یا مراجعه بکنیم که بگیم که یک نفر در اونجا با زبان مادری نیست، اونجا حق تعلیم است، حق معرف است که در هر زبان باشه، زبان اول تا زبان دوم تا زبان سوم است مهم، اما محتوا است که تو باید تو رو فرا بگیری از طریق حق تعلیم و حق تحصیل. بحث دیگری که بسیار جنجالی است یکی از نویسنده‌های فیمینیست ایرانی مطرح کرده و او را در کتابش که اسمش یادم رفته متاسفانه یادم نیست فعلا، او میگه که چرا این زبان مادری میگن، چون مادر فمینین است یا زنانه هست و زن همیشه نیاز به محافظت داره، بران زبانم در عین موقف قرار دادن که چون از خود دفاع کردن نمیتونه باید بچه های
بروتی باید استاد چا و از زبان مثل اسکر مثل اردو که از یک کشور مادر یا مدر چی میگن مدرلند که میگن یا ترجمه فارسیش میگه که مادر وطن از مادر وطن خود باید دفاع بکنه. بحث زبان مادری مطلق نمیتونه یک مسئولیت را در شانه های عظمی تاریخی می نایندشمند یک نام شاد کردم بنام ویلیم رایخ این میگه که نمیتونه مسئولیت را کل ما داریم به عنوان گوینده های این زبان که ما باید این را حفظ بکنیم، نه تنها که حفظش بکنیم، این را باید صاف هم بسازیم، سوچه بسازیمش، از زبان های دیگه این را جدا بسازیم، مرزها را تعیین بکنیم و پلیس بکنیم، می اداره بکنیم که کجا فارسی است و کجا ختم فارسی است. و ایره ای بسیار یک موضوع یک بحث جنجالی است در بحث ناسیونالیسم زبانی، این قدری نقش بازی کرده و ای بسیار زیاد به ضرر زبان فارسی تمام شده و ای مرزکشی ها حتی در درون زبان ها هم صورت میگیره که مثلا یک تعدادی از بخارایی ها آمدن میگفتن که زبان ما فارسی نیست، زبان ما بخارایی است، همین تاجیکی است و ما باید به اون قسمی که خود ما صحبت میکنیم، مادر ما صحبت کرده، ما باید به اون قسم نوشته بکنیم، نه اینکه زبان فارسی که قبل مورد قبول قبول همه بوده ما با اون زبان نوشته نمیکنیم، میگن اون زبان برای ما بیگانه است. یعنی بحث زبان مادری یک بحثی است که باز او چی میگن دنباله هایش خیلی طول میکشه و او را هر گروه میتونه توپیش داده بر ضد یک دیگر استفاده بکنه. یعنی اینطور بحثی نیست که ما شما بگیم که همیشه یک پهلو داره، این پهلوهایی هست که همزمانی که تو مطرح میکنی این بحث، یک طرف دیگه هم میتونه عینی شمشیر گرفته و گردن تو رو ببره با او شمشیر. بحث زبان و فرهنگ یک بحث دیگری است که او را یک دانشمند انگلیسی به نام ادوارد ساپیر مطرح میکنه، میگه که واژه ها فرهنگ ساز هستند و باید متوجه زی باشیم کدام واژه را به کار میبریم. و این را فیمینست ها هم زیاد نظریه را پیروی کردن که میگفتن ما باید متوجه واژه ها باشیم، بعضی واژه ها بسیار زیاد زنسیتیز است و ما اگر زبان را کنترل کردیم جامعه را هم کنترل میکنیم، فرهنگ هم با درست زیر نظر خود میگیریم، همه چیز جور میشه، کل گپ در زبان است. و این نظریه بسیار از لحاظ علمی نظریه رد شده و اکثریت زبانشناسا به این باور هستند که نه، رابطه زبان و فرهنگ رابطه یک طرفه نیست، زبان فرهنگ هم بسازه، بلکه فرهنگ هم زبان هم میسازه. در خیلی جاها هست مثلا میگن زبان انگلیسی فرهنگ مردانش از زبان انگلیسی با عنوان یک زبان مردانه از فرهنگ انگلیسی متاثر شده تا به این که برعکس زبان انگلیسی فرهنگ انگلیسی شکل داده باشه. یعنی امو بحث چی از جنجالی ما شما که ما میگیم که اول مرغ پیدا شده یا تخمشون امو گفت از دیگه این رو باز فرهنگ زبان متاثر میکنه یا زبان فرهنگ، یک بحث است که هیچ حل شدنی نیست در ساحه امی گفتمان زبان. زبان یک بحث بسیار جنجالیش وقتی میشه که زبان نماد هویت میشه. این یک نقص کلانی که داره ای است که اگر یک نفر زبان خواهد بتا تو پنداشته میشه که یک نفر هویت خواهد داده، در حالی که او تو نیست. یعنی هویت رو ما شما هویت کدام ملکیت یک نفر نیست که او را اگر کدام جای سرمایه گذاری کرد و نقص کرد یا پولی است که اگر نقص کرد باز دیگه او را عزیز بده. هویت ها تغییر شکل میتن، انسان ها با مرور زمان تغییر شکل میتن، سفر میکنن، جاهای دیگر زندگی میکنن. یعنی هویت برداشت مدرن یا معاصر یا بحث امروزی هویت در علم مردم شناسی است که هویت یک چیزی است قابل تغییر و زبان ها هم چیزی است قابل تغییر. تماس دو زبان باعث شکلگیری یک بخش از زبان میشه. مثلا اینکه ما اگر بریم امی بخش زبان را که در مرزها است او رو مطالعه کنیم و مقایسه بکنیم با زبان را که در مرکز صحبت میشه، تفاوت ها را در بین خود زبان هم میبینیم. یعنی زبان یک در کل یک خانه غیر متجانس است. ما شما در فارسی افغانستان حتی تصور میکنیم در زبانهای گذشته میگفتن در حدود 37 لهجه است در افغانستان، ما فکر میکنم بیشتر از 37 لهجه، چون به عنوان یک تاجیکی که در شهر غزنی بزرگ شدیم تنها در این شهر خود ما بیشتر از 11 لهجه را من خودم متوجه میشدم که صحبت میشه، تنها در بین تاجیکای غزنی 11 لهجه صحبت میشه. پس وقتی در بین زبان این پر تنوع وجود داره، وقتی ما میگیم زبان مادری،
باز اینجا باز یک مشکل کلان پیدا میشه ای است که بر یک نفر زبان مادری اونمو لهجهش است، بر نفر دیگر زبان مادری اونمو زبان معیاری است که کلگی باید رو یاد بگیرن. و دیگه ای که وقت زبان معیار هویت میشه، باز اوجاست که مرزها باز دیوارها بلند میشه. مثل که ازبکای ناسیونالیست در او زمان میگفتن که کسی که ازبکی صحبت میکنه او ازبک است، و تاجیکای خوارزم و مناطق سیردریا کلشون به نام ازبک، مثلا ازبک کارتشناسنامه برش میدادن و هیچی میشون. تاجیکای مثلا جنوب و شرق افغانستان هم مثلا به یک حساب دیگه در لست پشتون حساب میشه. اما اگر خوشبختی بحث در اینجاست که در قضیه افغانستان بسیار متفاوت است. از افغانستان به خاطر متفاوت است که ما میبینیم که هویت قومی با هویت زبانی یک تفکیک همیشگی شده. مثلا این قضیه پشتونهای هرات قضیه بسیار جالب است که اکثرا مثلا این زبانشناسی آلمانی میره بر میدارن به عنوان یک مثال، میگن که هویت زبانی و هویت قومی آمیخته نمیشه. پشتونهای هرات مثلا بارگزایی هستن، علیزایی هستن، نورزایی هستن، اینا تخلصهای خود را نگه داشتن. و هنوز هم خود پشتون میگن، زبانشون فارسی شده ولی با پشتون بودن خود افتخار میکنن. رابطه خود را از تاجیکا که زیاد دوست دارن با پشتونهای قندهار رو یا مثلا با پشتونهای دورانی دیگری که زبانشون پشتو است با اونا خوبتر نگاه کنن. اما مثال عمدهش نمی کامران علیزه درمی آخر چه کرد مثلا در از پشت سر خنجر زد و امیر اسماعیل خان و با نماینده ملحه بطلاح در هرات کنار آمد. یعنی در اینجا ما میبینیم که در بخش افغانستان هویت قومی و هویت زبانی همیشه در چیز متفاوت بوده. مثلا خصوصا در مورد تاجیکای بدخشان هم میشه این گفت بزد که کسایی که به زبانهای دیگری پامیری صحبت میکنن اونا خود تاجیک میدانند. ما اون رو نمیتونیم که از لست تاجیکا دور بکنیم به خاطر که زبان اکثریت تاجیکا رو صحبت نمیکنن. سیاست زبانی باز یک چیزی، یک دنیای بخیم، کلان یک بحث جداگانه است، یک چیز دیگر است که در اوج ما میبینیم که زبان به عنوان وسیله کنترل یا وسیله تحکیم حاکمیت سیاسی استفاده میشه. مثلا نمی تأکیدی که روی واژه دانشگاه میشه، مصطلحات ملی میشه در قضیه افغانستان، اینجا میبینیم که کلان این بحث یک بحث زبانشناسی رو میارن در وسط سیاست میندازن، میگن برادر اگر تو دانشگاه گفتی تو افغان نیستی و اگر ما اجازه نمیتونم در اینجا کسی دانشگاه بنویسه باید اینجا پانتون باشه، چه طالب رو چه غیر طالبش، همشون به می حرف محکم شدن چون یک چیز رو متوجه شدن که یگانه یک نمادین از این کار، یعنی یگانه راهی که حاکمیت پشتون ها به این نتیجه رسیدن یا حاکمای پشتون به این نتیجه رسیدن که ما باید حداقل در نمادها حضور پشتون ها را باید حفظ بکنیم، مگر مصطلحات ملی یک نماد شده میتونه، ما باید کار بکنیم که فارسی زبان های افغانستان این مصطلحات استفاده بکنن و به این ترتیب ما بر از اونها هویت بسازیم. یعنی این سیاست زبانی باید در روزمره مردم هم استفاده شود و بالاخره یک کسی که از بدخشان افغانستان است با بدخشان تاجیکستان وقتی روبرو میشه اینا دچار مشکل شوند و بعض واژه ها رو اینا نفهمند در بین خود داخل صحبت میکنن، یا یک ازبک افغانستان ازبکستان نفهمند، یک تاجیک افغانستان فارسی زبان ایران نفهمند. و ای بازم کلش باز در کل یک بحثی است که با هم در یک جا خلط میشه. کجا بازمو توجیهگری ها هست، اونمو زبان مادری برای هر کسی مقدس است و رابطه احساسی داره. شما میبینید که در بعضی کتاب های تاریخی یاد میکنن این موضوع لجرگی قانون اساسی را، یا شورای ملی وقتی که قانون اساسی را در سال 1964 پاس میکرد یا منظور میکرد، در اون زمان نه این بحث را مطرح کرد که زبان پشتو زبان برتر است به خاطر که پشتونها قوم حاکم است اینجا و باید زبانهای دیگه از بین برده شود. کشور افغان است و زبان باید از افغان ها باشه و افغان ها باید تصمیم بگیرن کدام زبان در کشور صحبت شود. و یعنی اینجا بحث شونزم هم مطرح است، بحث برتری جویی هم مطرح است، یک زبان با زبان دیگه برابر نیست. اینجا زبان میبینیم وقتی که نماد زبان وقتی که داخل سیاست میشه دیگه او از یک مشکل کلان به وجود میاره.
بازم برمیگردم خلاصه میکنم. من گپ خدا که در قسمت اول صحبت خود گفتم که زبان فارسی از سیاست های زبانی ضرر دیده، از بحث زبان مادری ضرر دیده، چرا که زبان شاید برای خیلی ها زبان مادری اوزار اول نبوده، ولی اونو با عشق به زبان شعر گفته و می زبان نوشته و این می زبان یک هندی هم برش نوشته، یک پنجابی هم به زبان نوشته، یک گجراتی هم به نوشته، یک ازبک آسیای میانه هم نوشته، یک قزاق هم نوشته، یک پشتون هم به می نوشته، یک کرد و ترک ایرانی هم به می نوشته. ولی آهسته آهسته وقتی که این بحث های ناسیونالیسم زبانی در چهار طرف ما رشد کرد، دایره زبان فارسی پرتر و پرتر و پرتر شد و هنوز هم میبینیم یک بحث بسیار تازه‌ای که امروز پیدا شده این موضوع زبان هزارگی است که بحث هم مثلا اکثر دوستا جدی نمیگیرن، اما دامنه این بحث حتی به دانشگاه های غربی کشانده شده. من باید دارم دو سال 2018 یک تعداد از بچه های هزاره ما که در دانشگاه هامبولد برلین استخدام شدن، اینا همین موضوع را تشویق میکنن که آلمان ها برن افغانستان تحقیقات اتنوگرافیک بکنن و اوجا پی میبینن، چون آلمان ها از دید اروپا میبینن زبان ها را، از دید اروپایی است که لهجه و زبان فرق ندارن، هر لهجه تا مندی زیر داره که زبان شود. بنابراین اگر کسی بره فردا در پنشیر هم یک کم تحقیق اتنوگرافیک کنه، میتونه که فردا زبان لهجه پنشیر هم زبان پنشیری معرفی بکنه. از اول هاست کاری که مثلا در آسیای میانه صورت گرفت، لهجه بخارا را به نام زبان تاجیکی مثلا معرفی کردن، در حالی که در فرارود بیشتر از صدها لهجه وجود داشت. چرا تنها لهجه بخارا رو برداشتی به عنوان لهجه زبان فارسی یا زبان تاجیکی؟ اینجا باز به موقع پس که در قسمت اول صحبت خود گفتم که متاسفانه این بحث ها به ضرر ما تمام شده، به خاطر من هم یکان بار دوچارشی میشم، تزلزل میشم که این روز را در موردش چیزی بنویسم ننویسم، چیزی بگویم نگویم، به خاطر که در کشور ما شما یک بحثی است که هر کسی احساس میکنه که امروز زبان ما مورد حمله قرار گرفته و ما باید به خاطر حفظ این زبان خود کار بکنیم. ولی واقعیتش این است که زبان فارسی اگر از اون دایره تمدنی خود پایین بیه، از دایره ازی که زبان بین الاقوامی خود بوده پایین بیه و از تنها زبان تاجیکاش این ضرر میبینه. و من دوست ندارم که تنها زبان ما باشه و ما بشینم تنها یکانه گروهی که من مجبور شو ازش دفاع بکنم ما باشم. باید که زبان را هنوز هم ما کوشش بکنیم که یک زبان بین الاقوام باشه و یک اقوام دیگر در زبان بنویسه و او را بس خود بدانه و کار نکنیم که می زبان را از دیگرها بگیریم و سهم خود را در این جهت باید ایفا بکنیم که بگذاریم که دیگرها هم حق مالکیت در نسبت به زبان داشته باشه. و یعنی می خانم در سال 2019 یک تحقیق در چی انجام میداد در هندوستان در رابطه با زبان فارسی و او متوجه شد که هنوز هم در دانشگاه پنجاب زبان فارسی تدریس میشه و در حتی تا مدرک دکترا را کسی میتونه به زبان فارسی حتی میتونه که اما تز دکترای خدا به زبان فارسی بنویسه که بسیار چیز معقول بسیار زیبا و چیزی است که ما شما خوشم داریم، ولی برای اونها زبان فارسی زبان موتو نیست دیگه. زبان فارسی برای اونها هم یک زبان عرفان است، زبان دین است، زبان مذهب است، زبان خداشناسی است دیگه. به خاطر امی بحث ایدئولوژی را و برچسب زدن زبان را که ما شما اقتداد ما حتی کوشش میکنن که امروز نظر به اینکه بحث های سکولارزم رشد پیدا کرده زبان فارسی را یک قطع رابطهش با دین قطع بکنه و یکی دیگه یک زبان سکولار است. نه خیر، این زبان هم زبان عرفان است، هم زبان خیام است که میتونی او رو بگی حتی زبان اتیستی و لایکی، هم یک زبان هرمگی است، یک زبانی است که هر کسی یک دری از این دریا آمدن یک کم استفاده کردن و چیز نوشتن و ما شما مستفید شدیم از نوشتن اونا. ما امیدوار هستم خیلی پراگنده صحبت نکرده باشم. بازم بسیار زیاد سپاس از این که حوصله مندی که داشتید. بسیار زیاد تشکر از جناب محترم جاوید احور عزیز و گرامی. راستی هم که یکی از انکار ناپذیرین ترین اصل همین زبان مشترک است که یک فضای مشترک عمیق و مهم بین مردم یک جامعه خلق می‌کند. و همین دلیل اگر بنا باشد تا در میان مردم
تا در میان مردم یک فرهنگ خاص همبستگی ایجاد شود، بهتر است تا به زبان آن اقوام احترام بود. ما نیز در کشور ما از تنوع زبانی گسترده در خطه ها و مناطق مختلف بهره‌مند هستیم که هر یک از آنها با عنوان زبان مادری بخشی گسترده ای از کشور ما با فرهنگ و تاریخ این منطقه گره خورده است و پیوند عمیق و ناگذستنی دارد. اکنون از بانو رشمین جوینده عزیز و گرامی خواهش میکنیم، چون روی خط هستن، قطع و وصل شدن اینترنت هم به ایران یک ذره بیشتر اتفاق میفته و وقت هم اونجا دیر میشه، از ایشان خواهش میکنیم تا پشت میکروفون تشریف بیاورن و با سخنان فصیح و صدای دلنشینشان محفل ما را رنگ دیگری بخشن. بانو جوینده عزیز و گرامی، نوبت شما است، بفرمایید. سپس نوبت میدیم. تشکر. سپس نوبت میرسه به جناب دکتر صاحب مرادی، چون ایشان ساعت 19 بجه میخوان جای دیگری در کنفرانس دیگری باشن. بعد نوبت میرسه به دکتر صاحب مفید. بفرمایید بانو جوینده عزیز. خیلی تشکر. سر به نام خداوند خورشید ما که دل را به نامش خرد داد را، عرض سلام و ادب و احترام دارم و اظهار مسرت میکنم از اینکه توفیق یافتم بار دیگری به این جمع فرهیختگان پارسیگو باشم، به ضمن تشکر از گردانندگان بزم دلنگیز که حنایت و کرامت کردن و بندر در این جمع مبارک استاد صدای ما رو داریم؟ بله. بله آواز شما است. استاد صدای ما به شما میرسه؟ بله آوازتان است. خیلی معذرت میخوایم، من واقعا شرمنده استم. امیدوارم سلامی را که خدمت بزرگواران عرض کردم رسیده باشه. بله رسیده آوازتان. بگوین شما گردانده محترم. خراسانی سب پاسخ بده. زبان اطمان اونا نمیشنون. خیلی معذرت دارم بانو رشمین عزیز و ارجمند، مایک ما قطع بود، صدای شما درست نه برای مدت کوتاهی قطع شده بود، حالا دوباره وصل استش، بفرمایید ادامه بدید. خیلی ممنون. زبان مادری که همو زبان قومی و اولین زبانی است که کودکی از مادرش میآموزه و با او تکلم میکنه، در بردارنده هویت شخصی اجتماعی و فرهنگی او است و از او جایی که زبان مادری قدرتمندترین ابزار بشری در افس میراث ملموس و ناملموس است و بیشک که کمرنگ شدن زبان مادری باعث کمرنگ شدن تنوع فرهنگی و اکوسیستم در جهان می شود. و من خیلی واضح می خواهم بگویم که وقتی ما میگیم زبان مادری یا روی زبان مادری بحث می کنیم، مقصد ما از زبان مادری است که ویژگی های یک زبان را داشته باشه، نه لهجه هایی که از یک زبان شکل می گیرند و گویندگانشان در اثر بیخبری یا کمفهمی از ریشه زبانی، از ریشه لهجه شا ادعای زبان مادری می کنند. ایره واضح به خدمت شما به عرض رساندم. و ناگفته نمانه که پهنای فرهنگی و احساسی ارزبان مدیون تک تک مادرای است که در او فرهنگ زیست می کنن. و صحبت کردن با زبان مادری نشانگر عزت نفس و فخامت زبانی ما است که اجداد ما با او سخن می گفتن، خاصه اگر ای زبان زبان قند شیرین فارسی باشه. شکر شکن شوند همه توتیان هند،
زین قند پارسی که به بنگال می رود، چنانچه حافظ شیرین سخن فرمودند. و زبانی که زبان فارسی، زبانی که به پهنای هزار لهجه در دهکده افغانستان و تاجیکستان و ایران همچون خون قدرتمند دوران پر افتخار و بس طولانی و دراز را پیموده و از پس هزارها قد افراشته. میخوایم متوجه بکنم همگی شما به نعمتی که ما فارسی گویان داریم. گاهی که به این فکر میکنم که ما زبان مادریم زبانی است که مولانا با اون میاندیشه و دیگرگونگی، حس دیگرگونگی درونش را به نظم در میآوره، فردوسی به اون نیرو میبخشه، حافظ و سعدی و رودکی و پروین اعتصامی و رابعه بلخی و انوری و ازاران شاعر زبردست دیگه با این شعر می سراین. گویش و سخن گفتن با این زبان برمه عین بهشت می مانه و مطمئن استم که شما هم همه احساس رو می داشته باشین. ما اگر متوجه شده باشین، ما فارسی گویا به نسبت همزبانی با این خالقان شاهکار ادبی از بن تولد خوشبخت به دنیا می آییم، به شرط ای که این لذت ها رو در بیابیم، پیدا شا کنیم و متوجه این فضیلت خداداد شده باشیم و روا بداریم شریک شدن طعم انگبینین پارسی رو با کسانی که تال این طعم رو نچشیدن با آیندگان خودمان. چنانچه مولانا زیبا می فرماین: مسلمانان مسلمانان، زبان پارسی گویم که نبود شرط در جمع شکر خوردن تنهایی. و من از پشت امه تریبیون به تمام جوانان و پارسی گویان و امردیفانم فراخوان میدم که رسالت ادا کنیم و صفحه دل بگسترانیم زبان شیرین فارسی، تا باشد که قند شیرین پارسی را از تهاجم زبانهای گوناگون توسط امی دریچه مجازی امروزی حفظش کنیم و فارسی بنویسیم، فارسی بیندیشیم، فارسی بخوانیم و از مادرانمان فارسی بیاموزیم. البته باید بگویم که اگر همینطوری پیش بره وضعیت و زنها در چارچوکات و فضای خانه بمانند و در چارچوکات خانه زندگی زندانی شوند، ذهنشان هم در همین چارچوکات مدود خواهد شد. و از اونجایی که میگن که ما چیزی را به زبان می آوریم که با او اندیشیده باشیم، پس مادر ما بر ما یعنی چیزی فراتر از دنیای خانه پیشکش نخواهد کرد اگر در امی چارچوکات بمانه، که قطعا یک تعدیدی است بر فرهنگ جامعه پارسیگویان و بر علاوه دیگه مشکلاتی که ایجاد میکنه، یک تعدیدی است بر فرهنگ جامعه پارسیگویان و کسانی که پاسداران فارسی هستن. و بحث دیگری که میخواستم به عرض برسانم، مثل استاد پیشتر عرض کردن، البته این زبان کهن فارسی یک میراثی است برای بشریت، نه تنها برای ما فارسی گویان، چنانچه مشتاقان و دلبستگانی از کسانی که از دیگر زبان دارن می داشته باشه، مثل علامه اقبال لاوری که می فرمایه: گرچه هندی در عذوبت شکر است، لیک قند پارسی شیرین تر است. پارسی از رفعت اندیشم، در خورد با فطرت اندیشم. ولی متاسفانه ما یک سری دشمنایی هم داریم که به دنبال تضعیف زبان فارسی، حتی شما متوجه شده این که داستانهایی از خودشان میتراشن تا فارسی را از دری جدا کرده باشن. و به جواب اونها باید گفت که اگر فارسی از دری جدا می بود، پس چرا
1200 سال پیش فردوسی از شهر طوس ایران به غزنه سفر میکنه و به دربار سلطان محمود غزنوی در بدل هر بیت فردوسی به او یک سکه طلا پرداخته میشه، تا ای که در بدل 6000 بیت شاهنامه فردوسی به فردوسی 6000 تکه طلا پرداخته شد. چنانچه خود فردوسی هم میفرمایه که بسی رنج بردم بدین سالی، عجم زنده کردم بدین پارسی، بکردم از نظم کاخ بلند، از باد و باران نیابند گزند. انشاءالله که این باد باران ها ایج گزندی نتانه به زبان فارسی بیاره. ولی هشدار به ما فارسی گویان افغانستان، این کسانی که کمر بستن به نابودی فارسی، در واقع به دنبال نابود کردن حافظه، میراث، فرهنگ، تفکر و حتی تاریخ امروز و آینده ما هستن، گذشته و آینده ما هستن. پس برای حفظ این زبان فاخر و دارای رسالت خود ما، از خودمان را جزم کنیم. ضمن دیگر فعالیت هایی که باید انجام بدیم، شماها استادان بزرگوار و دوستانی که برای فعلا در خارج حضور داریم، لطفا به کودکانتان فارسی را بیاموزانیم و برای سخن گفتن تشویقش را کنین تا سخن فارسی بگوین، اونا را ترغیب بکنین برای اینکه سخن فارسی بگوین تا از امون لذت های فارسی بهره ببرن. چنانچه حافظ بزرگوار میفرمایه ز شعر دلشکن حافظ کسی بود آگاه که لطف و طبع سخن گفتن دری داند. خیلی معذرت میخوایم از پرحرفیام و در اخیر همینقدر میخوایم بگویم که خداوند رحمت کنه اجداد ما را که میراث به این عظمت و شکوه و وسعت را بر ما گذاشتن، که قطعا راحت جان ما شده، و خداوند نابود گردانه دشمنان فارسی، که خود حضرت سعدی هم در همین رابطه یک شعر قشنگی گفتن که به خدمت شما به عرض برسانم. رحمت الله و معشر المازین، خداوند رحمت بکند کسانی را که به نیکی قدم سپردندی، راحت جان بندگان خدای راحت جان خیش شمردندی، لیک آنان چزنده می نشوند، کاش این ناکسان بمردندی. واقعا خیلی از ته دل ما گفته. خیلی سپاسگزار هستم که وقت گذاشتین و همه شما برمه منت دارین که سخنهای مرا شنیدین. بسیار زیاد تشکر از بانو رشمین جوینده عزیز و گرامی. واقعا حق امین است سخنرانی و دانایی را. ایشان واقعا شکر شکستن، گفتن که ما زبان ما دشمنایی هم داره. واقعا که زبان ما دشمن داره، همه توتیان در شکرستان درفشانی میکنن از تحصر دست بر سر میزنن مسکین مگس. دل گلستان می شود از بوستان فارسی، جان فدای مردم روشندوان فارسی. از خلیج فارسی تا هند، از خلیج فارسی تا هند و تا چین می رود موجهای بر سر دریا روان فارسی. اکنون از جناب دکتر سید مرادی خواهش میکنیم تا دوستان از صحبتهای وزینشان مستفید سازیم. دکتر سید مرادی گرامی، نوبت شما است. بفرمایید. تشکر. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه دانشوران و ارجاوند که اینجا پای صحبت زبان فارسی ششتند و از زبان مادری و زبان فارسی تعبیرها و دریافتهای خود به میان میکشند. روزی زبان مادری
یک ابتکار و یک خلاقیت نیک است تا هر زبانی که در دنیا وجود داره برای یک ده مردم زبان مادری هست و اونها باید مجال بیافند تا از زبان خود، از شگرده هایی که زبانشان در عرصه آفرینش های ادبی فرهنگی به تاریخ های ملی و فرهنگ جهانی خدمت کرده اونها را به بررسی بگیرند. ما قبلا در این رابطه به نام خواستگاه زبان فارسی مقاله طویلی تحقیقی و پژوهشی داشتم که او را فرستادم به نگاه تاجیک، اونجا نشر شده. نمیخواهم که چیزی که اونجا نشر شده اینجا وقت دوستان را بیشتر ضایع بسازم، اما چند نکته را به عنوان یک فکر عرضه میکنم خدمت دوستان. اول از اینکه زبان فارسی از جمله هزاران زبانی نیست که در دنیا وجود داره. زبان فارسی یکی از چهار زبان دنیای باستان است و زمانی که از در زبان دنیای باستان است، از دنیای باستان تا امروز شاهکارهای بزرگی را از تفکر و اندیشه و خرد به وجود آورده که امروز خیلی از زبانشناس‌ها و مستشرقین چی در اروپا، چی در امریکا و چی در استرالیا متوجه شگافتن این شگرده های زبانی فارسی هستند. کسای مثل نیکلسون، مثل برتلیس، مثل جولمول شاهنامه را می شگافند و مثنوی را بررسی می گیرند و دیوان حافظ را بررسی می گیرند و بالاخره در میافن که دیگه زبان فارسی یکی از زبانهای قابل پاسداشت است، چون ای در خزینه بزرگ بشری خدمات ماندگار و ارزشمندی را انجام داده و همین ترتیب این زبان در پویه عمر خود تجربت و فریختگی بسیاری را کمایی کرده و میتونه پا به پای پیشرفت علم و تکنیک در دنیای آینده هم زنده بمانه. زبان فارسی استعداد زیره داره که زبان اشتقاقات باشه، برای هر واژه جدید، برای هر تحول فرهنگی جدید اصطلاح و مرحله بندی و نامگذاری از اون هم بکنه. به اون خاطر امروز زبان فارسی در زمانی که ما و شما زندگی میکنیم یکی از ده زبان زنده جهان است. وقتی که چنین زبانی است، ما این زبان نگهداشت از ارزش های زبان نه به حیث یک زبان محلی و زبان مادری خودمون پاس بداریم، بلکه از زبان فارسی به حیث یک زبان تمدن و فرهنگی بخشی از جهان پاسداری بکنیم. زبانی که این میتونه رهگشا باشه، این میتونه مشکلگشا باشه، این میتونه محور و مخرج مشترکی برای همگرایی و هماهنگی و همسویی و همصدایی اقوام و ملت‌های مختلف باشه که در این منطقه زندگی کردن و زندگی میکنن. در شرایط امروزی افغانستان با اینکه مخاصمت‌ها و لجاجت‌های بسیار لجامگت سخته عربی علیه زبان فارسی در یک قرن اخیر جریان داشته، ولی ما میبینیم که زبان فارسی با شیره جان خود پیش میره. علی رغم تمام تعصب‌ها و وضع محدودیت‌ها و قانون‌سازی‌ها و ساختار نهادهای مثل تحقیقات زبان پشتو، اکادمی پشتو، پشتو مرکه، کورس‌های پشتو، ولی بازی مشکل نمیتونه مشکل زبان پشتو را حل بکنه و زبان فارسی همچنان مرد میدان است. در قانون اساسی 1965 در زمان هاشم خان زبان فارسی را از اداره کشیدن، از درس کشیدن و وزارت معارف وقت قانون وضع کرد در تمام افغانستان باید درس‌ها به زبان فارسی به زبان پشتو باشه. میر نجم الدین انصاری یکی از شاعرها و فرهنگی‌های بزرگ وطن ما شما در خاطراتش نوشته میکنه که ما یکی از رؤسای وزارت معارف بودم و روزی که در جلسات روز شنبه نعیم خان وزیر معارف بود، بسیار با جبین گرفته آمد و در صدر مجلس شش
و گفت که من امروز یک مسئله را می خواهم مطرح بکنم و شما واقع بینانه بگین چرا معارف افغانستان به قهقرا می رود؟ دلیل چی است؟ بالاخره همه ترسیدند و کس چیزی نگفت و بالاخره متوجه بحث های فرعی شدیم و باز دیدیم که در هفته دیگه نعیم خان همون موضوع را مطرح کرد. معلوم میشه که در مجلس کابینه افغانستان مطرح شد که معارف در یک سیر نزولی و قهقرایی را میزنه و علت باید پیدا بکنیم. بالاخره میر نجم الدین یساری میگه نوشته میکنه که ما برش مرزه کردم که اگر شما آزرده نشوین خاطر مبارک مقدر نشوه راندن زبان فارسی از مکاتب و عدم شایستگی و توانایی زبان پشتو سبب یزی شده که 10 سال معارف افغانستان میخکوب شوه و هیچ نوع تحولی در عرصه تجدد معارف رخ نده. گفت واقع تمیست برای بس به تمام افغانستان گفت مکتبوهایی رو فرستادن که پس شما زبان فارسی را احیا بکنین. مسئله سرکوب زبان فارسی زمانی در افغانستان جدی شد که محمود طرزی زبان فارسی را زبان مردم افغانستان نگفت. گفتی زبان جای دیگه است اینجا آمده، در حالی که محمودی طرزی با همه پاسداش شانداری که از نامی از او به حیث پدر ژورنالیسم افغانستان به عمل می آید، این فکر خود، این فکر محدود خود و این فکر کوتاه خود و عدم شناخت خود راجع به وسط نفوذ اجتماعی و فرهنگی زبان فارسی به میان می گذره که یادم در فراگیری زبان فارسی فرد ناتوانی بوده یا فردی متعصبی بوده، غیر از این مسئله دیگه چیزی وجود نداره. حالا ما یقین به این داریم که در به زبان فارسی یک بخش بزرگی از خزینه ها، بایگانی های کتب و میراث های ادبی دنیا و منطقه و دست نوشته های زبان فارسی وجود داره و همه گزیره جزی از مفاخیر، جزی از ارزش‌های معنوی خود میدانند و متمایل هستند که روز تا روز در دانشکده ها و دانشگاه ها دپارتمنت های آموزش زبان فارسی را روی دست بگیرن. به او اساس ما یقین به این ندارم که فاشیست های زبانی و شوینیست های خود برترنگر بتانن با این حسادت و لجاجت خود زبان فارسی را محو کنن، ولی باور به این دارم که شاید از رشد زبان فارسی و حرکت زبان فارسی یک مدار جلوگیری شده بتانن. این وظیفه ما هست، وظیفه همه ما هست که در این راستا کار بکنیم و تلاش بکنیم و مشکلات شناسایی بکنیم و به بررسی بگیریم و در راه حل این مشکلات گام های برداریم، چون زبان فارسی یک میراث معنوی هست و ما هم برای معنویت به معنویت ضرورت داریم. بسیار ضرورت به این نداریم که ما تلویزیونی بگیریم یا چیز دیگه بگیریم. امروز وسایل تبلیغ، وسایل نشر در دسترس به گونه ای هست و ما میتونیم که ارزش‌های اساسی را فرا بگیریم و او را تعمیم ببخشیم. در صورتی که یکی دو فرزانه ما انجام دادن، یک چند سوال خدمتی به در ذهن ما را یافته و خدمتی جناب دکتر صیب انور باید عرض بکنم که اونها یک جایی گفتن که پیش تاجیک های پیش شغنانی ها زبان فارسی و زبان انگلیسی یکی است و باز در جای دیگه گفتن که شغنانی ها و خانی ها و پامیدی ها خود تاجیک می دانن. یعنی ما از این نوع برداشت دوگونه در یک صحبت کوتاه نباید استفاده بکنیم. چنین نیست. زبان فارسی امروز دانشمندا به این عقیده رسیدن که زبان فارسی تنها همون زبانی نیست که ما از مادر یاد می گیریم، از گهواره یاد می گیریم، بلکه هر زبانی که ما با او فکر کرده میتونیم، اندیشیده میتونیم، تفکر کرده میتونیم، ایجادیات به وجود آورده میتونیم، او زبان زبان مادری هست. حالا امروز برای روشن فکری شغنانی، واخانی، پامیری و جاهای دیگه زبانی از اونا زبانی گویششان اگر محلی است، ولی زبانی نوشتاریشان، زبانی مکتبشان، زبانی شعرشان، زبانی ادبشان زبان فارسی است. اونها زبان فارسی را به حیث زبان مادری خود تجلیل میکنن. کی میتونه از شاعرای دوران ما مثل
زنده یاد سید زمان الدین عدیم شغنانی دیوان آفرینی بکنه. اگر دوستایی که دیوان سید زمان الدین عدیم خوانده باشن میدونن که سهمی مردم شغنان، سهمی مردم شغنی پامیری در باروری و شکوهندگی زبان فارسی چقدر اهمیتی داره. امیر قب دوست دیگه ما گفتن که مردم بخارا احتجاج کردن یا مردم بخارا گفتن که زبان فارسی زبان ما نیست. تاریخ تو نمیگه، تاریخ میگه که زمانی که قتیبه بن مسلم رفت بخارا را فتح کرد در سال 95 هجری، اونجا خواندن نماز به زبان عربی تعمیم میخواست بوده و آموزش بوده. مردم بخارا احتجاج کردن و مردم بخارا گفتن که در کتاب تاریخ بخارا نوشته محمد نرشخی ای بساسری شده که مردم بخارا برخواستن احتجاج کردن که ما را دشخار آید زبان نماز خواندن به زبان عربی و ما به زبان فارسی میخوانیم، به زبان خودمون میخوانیم، به زبان مادریمون میخوانیم. اونگاه قتیبه این امر پذیرفت و از خلافت اموی اجازه گرفت و زبان فارسی نماز مناسک دینی و مذهبی را در بخارا به زبان فارسی پیش می بردند. همین ترتیب در زمانی که حضرت امام اعظم ابو حنیفه نعمان در بغداد مقام و منصب بزرگی فقیهی و دانشی اسلامی داشت، اونها خواندن نماز به زبان فارسی از لحاظ فقاهت دینی مجاز دانستند. دیگه به واسطه زبان فارسی امروز هنوز هم با اینکه در قرن 19، در قرن 20 و در نیمه های دوم قرن 18 استعمار روس و استعمار انگلیس متحدن از شمال و جنوب دو مسئله استراتژیک مطرح کردن که یکی محدودیت دین اسلام که محور و مخرج همپیوندی اهالی سرزمین است و دوم محدود کردن زبان فارسی بود که پیشتر در صحبت یکی از دوستای ما برقم اشاره شد که در بخارا چی وضعیتی پیش آمد که اونجا مردم به خاطر صحبت کردن به زبان فارسی 5 روبل جریمه میکردن. همین پانترکیسته هایی که شما با او اشاره داشتین یا جدیدی هایی که با وجود آمدن در اونجا به خاطری از بین بردن زبان فارسی. این دو تا قیچی دو دمه که یکی در دست انگلیس ها بود از دارالسلطنه دهلی شروع کرد، یک تعداد ازی از خاننشینه های ماورانر یا آسیای میانه به جان زبان فارسی افتادن تا ای که خورده فرهنگ ها را به بانه ازی که زبان فارسی را کوچک بسازن، محدود بسازن، خورده فرهنگ ها را حمایت کردند، در برابر زبان فارسی قد علم کردند و در سال 1823 زبان فارسی را از رسمیت در هندوستان برانداختند و در آسیای میانه هم بسیار محدودیت های بزرگی برای ازی وضع کردند. به او خاطر این دشمنی هنوز جریان داره و هارتر شده و میخواهند که زبان فارسی را به هر رقمی از میان ببرن و گمانی از جایی است، فکری از جایی است که اگر زبان فارسی موجود باشه فانوس‌های برافروخته از وا نمیتونه روشنی بکنه، فقط یک گیس یا یک چراغ صد شمع باید خاموش شود تا چراغ‌های به اصطلاح فانوس‌های برافروخته از وا بتونه روشنگری بکنه. به هر حال خدمت دوستا هر زیمایی هست که ما توجه های دشمن هم ترتیبی که بسیار جدی نمیگیریم، بیتون از دیده نادیده هم باید نگیریم، در راستای تبلیغاتی از اینا، در راستای اهدافی از اینا کارهایی بکنیم، کارهای روشنگری بکنیم و زبان فارسی یک زبان قابل حرمت برای همه ماست، چی برای ما که زبانی ما دارید، چی برای ما که زبان اندیشه ما هست، زبان تفکر ما هست، زبان آفرینش ما هست. و مشکل زبان فارسی در افغانستان تنها مشکل تاجیک ها نیست. اگر قرار باشه که فردا زبان فارسی زبان بین الاقوامی افغانستان نباشه، بالاخره مردم افغانستان باز یک زبان بین الاقوامی دیگه باید داشته باشن و این زبان بین الاقوامی دیگه کدام خواهد بود؟ زبان پشتو، زبان ترکی، ازبکی، بالاخره نورستانی، کدام زبان؟ این خود نمیشه که ما
هر روزی که بخوایم تصمیم بگیریم که یک هویت بسازیم، هر روز تصمیم بگیریم که یک زبان بسازیم. زبان سازی کار یک روز نیست، کار یک قرن نیست. زبان فارسی در مدت بیشتر از 1000 سال راه طی کرده، فراز و فروده های زندگی را بسیار دیده، تجربه و پختگی و آبدیدگی داره. به او خاطر این مشکل کشاست برای مردم افغانستان، این برای مردم افغانستان غنیمت بسیار بزرگ است که با فهم زبان فارسی اگر تا کاشغر هندم برون مشکلی زبانی ندارن، اگر تا خوقند بخارا و اشقابات هم برون مشکلی زبانی ندارن، اگر تا خلیج فارس و عراق عجم هم که برون مشکلی زبانی ندارن. این فضا را به آسانی نمیتون به وجود آورد. این فضا محصول یک عمر تجربه هست، محصول حداقل 1000 سال رشد ادبی زبان فارسی در منطقه ما هست. با او خاطر هر دوستی که ما با فارسی بلد است که هست، 90% مردم افغانستان به زبان فارسی بسیار آزاد، بسیار خوب، با زیبایی صحبت کرده میتونن و نباید این سهولت ما با آسانی بر بچینیم و در برابر خود کوهی از تعصب و بدبختی را و دشواری را هموار بکنیم یا بیاراییم. همه دوستای ما باید به خاطر اینمی زبانی که در آفرینش و شکوه تمدن یزدی از ترک تا پشتون تا هر قومی محترم دیگه افغانستان سهم بسیار برجسته و چشمگیر دارند، امی رقم به حیث یک میراث مشترک در حفظ و پاسداشت یزدی هم سهم مشترک داشته باشند و تلاش مشترک به خرج بدن. از شما تشکر. جهان سپاس از شما جناب محترم دکتر صاحب صاحب نظر مراوی. از پروردگار عالمیان برای شما صحتمندی کامل و طول عمر آرزو داریم. شما یکی از غنیمت های روزگار ما هستید پسر گرامی. من از جناب دکتر صاحب مفید خواهش میکنم لطفا اجازه بدن که دو نفر دیگه هم هستن، چون میخواییم که دکتر صاحب مفید اگر بیشتر صحبت بکنن نسبت به دیگرا. خب اول نوبت میدیم با دکتر صاحب دستگیر نائل، سپس نوبت دکتر صاحب مفید میرسن. جناب استاد نائل گرامی نوبت شماست، میکروفونتان را باز کنید، ارشاداتتان را با ما در میان بگذارید. با عرض سلام و ادب خدمت دوستای عزیز و فریختگان عزیزی که در این مجلس بزرگ روز زبان مادری جمع آمدین، حضور همه تان عرض ادب دارم. شما لطف کردین من دکتر گفتین، ولی من دکتر نیستم. دکتر نیستم، شاگردی دکترا هستم. پروا نداره، چون پاس کدام دکتر زیاد شده مثل عجیب آره. من به خاطر من دکترا ندارم، فقط یک فرد عادی هستم. امروز سخن از روز زبان مادری است. خدمت همه عزیزا و وطنهای عزیز و فارسی زبان ها امروز مبارک باشه و خوجسته باشه. ببینین ما زبان هم میگیم مانندی، ما میگیم زبان هویت است، مثل که دین هویت است. یک کسی میگه عیسوی رو بوی که دین تو چیست، میگه عیسویست. در واقع یک هویت است. مسلمان یک، اسلام یک هویت است، زبان فارسی یک هویت است به همه منطقه و همه کسانی که با این زبان سخن میگویند و با این زبان آثار نوشتند و با این زبان افتخار کردند، یک هویت است. و ما میفهمیم که ادبیات یک هنر زبانی است، شعر یک هنر زبانی است، ابزاری از این واژه هاست. بدون واژه ها ادبیات وجود نداره و شعر وجود نداره و یا کلش احساس ما را، اندیشه ما را، تفکر ما را، تعقل ما را، معرفت ما را انعکاس میده به وسیله زبان. پس این زبان بسیار ارزشمند است. امام غزالی میگه که
زبان با همه خوبی هایی که دارد 20 آفت هم دارد. 20 آفت از زبان میخیزد. ما این آفت ها رو امروز در جامعه خود ما میبینیم. تعصب و ستیزه جویی و تفرقه افغانی و مدح و هجر و دروغ و فتنه انگیزی و تفرقه افغانی یا کلشان فتنه های زبان است میگه. یا کلشان میگن زبان تن است. ما زبان دیگه هم داریم که زبان دل است. اگر این زبان موجب تفرقه شود، ستیزه جویی شود، نفاق شود و دشمنی و ستیزه جویی شود، این زبان تن است. زبان ما، زبان فارسی، زبان دل است، زبان عرفان است، زبان عشق است. و این زبان همدلی را با وجود میاره، مهربانی را با وجود میاره، عشق را با وجود آورده. بنابراین این باید با زبان دل با مردم برخورد کرد و سخن گفت. مولانا میگه که هر زبانی که، هر چیزی که، هر زبانی که ایجاد تفرقه بکنه، ایجاد دشمنی بکنه، او زبان تن است. زبانی که ما را با هم وصل میکنه، زبانی که بین ما آشتی میاندازه، زبانی که مشکلات درونی ما را حل میکنه، این زبان دل است. برای اثبات این گپ یک داستان داره در مثنوی معنوی. همون داستانی خریداران انگور است که چهار کس از چهار قوم ملت دینار میگیرن میان در دکان که انگور بخرن. هر کدام به زبان یکی نب میگه، یکی انگور میگه، یکی گوزم میگه و یک قسم. و این بین هم در نظام افتن. چهار کس را داد مردی یک درم، همین داستان شروع میشه. جملگی افتاد چی به هم داستان هست. این میگه یک صاحب دلی، یک زبان فهمی پیدا شوه که این یار مشکل حل بکنه، که زبان فهمی پیدا میشه بنابرای روایت مثنوی و این مشکل از یار حل میکنه و برشان انگور میخره. بامو میگه، بامو خاطر میگه، ای بسا هندو ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. این زبان دل است. با زبان دل باید با مردم برخورد کرد. ما در زبان خود زبانی نوشتار داریم که چنان دوستای عزیزا کجا شرح دادن گفتن، زبان گفتار داریم و زبان اشاره ها و ایماها و رمزها داریم که یا هم کار زبان میکنن، یعنی به نحوه با رمزها و اشاره ها، با دست، با زبان، با چشم، با ابرو، یا هم کار زبان میکنن یا هم. ولی زبان همین چیز است. زبان دل باید باشه. یک وقتی گفته بود که یک از بزرگای ما که زبان عبارت از مجموعه لهجه هاست. این لهجه ها وقتی پشت سر این لهجه ها یک دولت مقتدر می استبالشگر عظیم، این به زبان تبدیل میشه. و زبان او وقتی که حمایت میکنه، او را که حمایت کرد، او لهجه ها به زبان تبدیل میشه. و وقتی که دو نفر با هم گپ میزنن، تبادل فکر میکنن، و وقتی که یک زبان دیگر را میفهمن، اینمی زبان است. اگر زبان یک دبین دو نفر که گوینده است، اگر کسی دیگری پیدا شود ترجمه بکنه، زبان از او را به او، دیگر زبان یکی نیست. زبان یک و نموست. وقتی که ما فارسی، وقتی که گفت ما را بخارایی ها میفهمند، تاجیک ها میفهمند، ایرانی ها میفهمند، ما از او را میفهمند، همین زبان فارسی دری است. و بین ما کدام ترجمانی ضرور نیست بار ترجمه بکنه که تو ما را. ما میفهمیم زبان هم دیگر. منتها لهجه های ما متفاوت است. این لهجه ها در شرایط خاص، در جغرافیای خاص، در مکان خاص، در زمان خاص متفاوت است.
و این لهجه ها کلشان جمع میشن یک زبان تشکیل میدن. حال ما شما زبانی در بدخشان یک لهجه است، در هرات دیگه لهجه است، در کابل دیگه لهجه است، در مزار و تخارستان دیگه لهجه است. این کلشان این امو زبان فارسی است که با ما یک زبان کلیگی گپ میزنن. در زبان مورد زبان مادری ایرج مرزا یک تشهیر داره بسیار جالب و زیباست. میگه گویان مرا چوزاد مادر پستان و دهن گرفتن آموخت. شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. دستم بگرفت و پا با پا برد تا شیوه را رفتن آموخت. پس هستی من ز هستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست. من دیگه زیاد گپ نمیزنم چون بسیار گپایی که ما میخواستیم بگوید دکتر مرادی گفتن دیگه، دوستا گفتن دیگه، من اگه تکرار احسنم باشه او را تکرار نمیکنم. نوبت میتونم به دیگه دوستا. سپاس به اکران از جناب شما استاد ناهل عزیز و ارجمند. خداوند شما را هم زنده و سلامت داشته باشه. برای ما صد هزاران آفتاب و صد هزاران ماهتاب می درخشد در میان آفتاب فاستی. ما دواوندیم و می گفتند و می گوییم باز قله گیتیست این آتش فشان فارسی. زن اگر تهمینه باشد مرد اگر چون دهن، پس سلام من و مردان و زنان فارسی. زنده باد هر کس که زنده باد هر کس سخن میگوید از لفظی دری. آفرین بر هر که باشد پاسبان فارسی. اکنون نوبت میرسد به جناب محترم دکتر صاحب حمیدالله مفید. پای صحبت ایشان می نشینیم و صحبت ایشان با دل جان می شنویم. دکتر صاحب گرامی این دفعه براستی نوبت شماست. بفرمایید. با درود و سپاس مهل جاودانه به دوستان یاران بزرگواری که از اقصان قاط جهان در نشست امشب کانون فرنگی تاجیکان تشریف آوردن و از روز زبان مادری فصلا تبدیل یا برپایی می کنن. درود می فرستم و برنامه را شاد می خواهیم. دوستان عزیز بیاییم که ببینیم ما به یک مخالطه زبانی قرار نگیریم. اگر بفهمید زبان چی است، زبان جهانی چی است، زبانهای منطقوی و بین منطقوی چی است، زبانهای میانجی در بین مناطق چی است و بالاخره زبانهای محلی چی است، تمام دشواری های ما یک و یک رفع می شود. زبان به منصابه سامانمند ساختاری اجتماعی یا همبودگاهی یا همزیستگاهی است که به منظور باستاب خرد و اندیشه انسان پدیدار شده. این زبان اگر ما کم تعریف تر بریم، نخستین کسایی که در مورد زبان ابراز نظر کردن گرگیاس و افلاطون بود و بعدا پانینی هندی نخستین کسی بود که یک تعریف از زبان داد و گفت زبان مجموعه از قواعد روشمند انسان هاست که گویا با او میتونن که دفاع متفهم کنن. بعدا کم جامعه تر رفت روسو او را باستاب احساس انسان شناخت و معرفی کرد و در پی از او کانت دانشمند آلمانی او را باستاب عقلانی و منطق به اصلاح شناخت. پس از کانت ما به وینتشتین میریم که او آدم زبان یک بعد فلسفی اجتماعی جامعه پنداشت و در فرجام دو دانشمند بزرگ دوسوسو و نام چامسکیس زبان گفتند که زبان باستاب خرد اجتماعی و انسانی است و ستون فقرات جامعه را میست. اگر ما به جامعه بشری بنگریم، نخستین جامعه بشری به اساس زبان پدیدار شد. و اگر مارکس میگه که کار انسان آفرید، چامسکی میگه که زبان و کار انسان تکمیل کرد. کار وسیله از برای زندگی و معیشت، زبان این معیشت زندگی را رسم و رواج و قانون و به اصطلاح سوق میدهد. ما در جهان زبان‌های مختلف پدیدار شدند. چرا یک زبان پدیدار میشه و چرا یک زبان نابود میشه؟ این دشواری است که سازمان ملل متحد از سال 1947 وقتی که بنگلادش و پاکستان شرقی عربی به نام پاکستان یا چند از هندوستان جدا شدن
باعث یک دشواری پدیدار شد. وقتی کیف خان تصمیم گرفت که زبان بنگلادش و تمام هند زبان اردو است، در همه جه مردم بنگلادش با مخالفت برخواستند و پوستا وزیر که زبان بنگالی چی میشه به صدا قیام در آمدند و در سال 56 یک تعداد جوانان از آن کشته شد. و بعد از او که کشور به نام بنگلادش در سال 73 1973 ایجاد شد و بعد در سال 1996 طرح ایجاد دفاع از زبان مادری مطرح میشه، نه به این معناست که زبان ها یک زبان با دیگر زبان مخالطه شود، جای زبان محلی زبان های بین القومی بگویند، نه به این معنا نیست. ما در جهان نزدیک به 7000 زبان داریم و هدف از ملل متحد چرا این زبان ها باید بازداری شود؟ وگر ما زبان های منطقی و جهانی را به یک دید کوتاه بنگریم، ما با 4 گونه از زبان ها سر کار داریم: زبان های تسلقی، زبان های ریشه ای، زبان های ترکیبی و زبان های مختلف و زبان های مستقلی که در بخش های دوش جهان هست. مثلا اگر ما زبان سومری ها را به یک زبان مستقل بگیریم که با هیچ از خانواده زبانی نیست، زبان سومری در شهر آریدو و در شهر بزرگ اوروک یکی از زبان های منطقی بود که تقریبا 4 تا 5 هزار پیش از میلاد صحبت میشد. اما وقتی که زبان عبیدی و دو زبان دیگه که زبان سامی و زبان آکدی در برابرش قرار گرفت، بالاخره آهسته آهسته بیشینی که زبان سومری در سالهای بعد 2300 میلادی از بین رفت. وقتی که زبان عربی باعث مذهب، ببینین یک زبان به چی گونه از بین رفت و میگن که یک سیلاب عظیم آمد و اون سیلاب را که در کتاب های مقدس به نام طوفان زمین آمده نو است، در حقیقت همین سیلاب بود که آمد و سومری ها را نابود کرد و کوچکش ها و شورشن آب یک نابودی از یک زبان شد. در پیش میبینین که وقتی که اعراب به میان آمدن به اساس جنگ ها، و یک ضرورت بودی جنگ ضرورت دیگه، جسس جنگ ها زبان های تمام زبان های منطقه‌ای چه آکدی، سومری، آسوری، آبیدی، زبان های مختلف منطقه‌ای که پای دیگه نابود شد به جای زبان عربی گرفت. عرب به مساوی عرب و عربی از یک منطقه کوچک رفت و تا آخر مصر را گرفت و تمام هویت های انسان ها را تغییر داد. پس زبان یکی از وسایل هویت، نه کل هویت. میایم پس از زبان گپ پیشتر خواهد. هرگاه ما کمی دقیقتر و جرفتر به مسائل بنگریم، در این حالت زبان عربی به طرف شرق هم گسترده شد. وقتی به زبان به طرف شرق آمد، در شرق زبان عربی نتونه جای بگیره، با وصفی که چنانچه که جناب دکتر سمرانی فرمودن، زبان به اصطلاح خوارزمی که یک زبان برجسته منطقه‌ای بود، او را کجاج بن یوسف ثقفی دستور داد که تمام دانشمندان این زبانه بکشن و این زبان از فرمشتن از ممنوع کردن. اما یک وسیله شد برای نابودی زبان. باعث که هزارها جلد کتاب و آثار دکو کشیده نقای کشیده و وجود داشت تمام از این آتش زدن و منطقه خوارزم عاری از زبان شد. اما در این حالت میبینیم که در یک منطقه دیگه زبان جدید، زبان دیگه بسلا، زبانی که ما او را به نام زبان فارسی دری میگیم، که در 3 مرحله را گذشتانده، مرحله که بدو دیده وجود داره. اول مرحله دوره هخامنشی که زبان فارسی باستانی میگن، کم زمان دوره اوستایی زبان فارسی باستانی میگن، دوره دوم از یک فارسی میانه میگنش، یعنی دوران ساسانی، و هم زمان دوره ای که ما زبان به اصطلاح پرسوی را که اساس بلخی اولی پادشاه از این زبان خانواده پرسوی دیر هم فارسی میانه میگن. و فارسی جدید از که ما امروز بهش یک زبان در جهان میشناسیم، با آمدن زبان عربی مانع گسترش زبان عربی در منطقه شد. با جناب ایشان فرمودند که محمد نشخی میگه که نگون کنید، نگون نگون کنید، برای اولین بار به زبان فارسی نماز خوانده میشه. این زبان چرا نگاه شد؟ من فقط یک کوتاه براتون نقل میکنم که یعقوب لیث صفار نخستین کسی بود که دستور داد تا به این زبان شعر گفته شود. محمد بن وسیف سگزی و همزمان انزلی بوهنزلی بادغیسی و فیروز مشقی شاعرای یکی پی دیگه شعرای گفتن که یارم بس آتش سپند نرچی میکنن از بر چشم تا نرسد مدارا و گزم، او را سپند آتش ناید همی با کار با موی همچه آتش با روی با خالی چون سپند. یا میگن ای امیری که امیران جان خاصوان بنده و سگ و بند و غلام، با وصف یعقوب لیث صفار میگن. و یا میگه که مهتری گر با کام شیر در است خطر کن ز کام شیر بجوی. این میجاست که زبان زنده میشن. و جالب ترین بخش ازی است که برخی شخصیت ها هم برای گسترش و نگهداری زبان جایگاه بزرگی دارند. به یک مصاحبه که با نجیب محفوظ برنده جایزه سال 1988 نوبل ادبیات جهان است و یک شاعر و نویسنده و ادیب مصری است، از او وقتی که یک خبرنگار سوال میکنه که چرا زبان
کیپتی یا گیپتی و زبان‌های صحرایی که اولین خط به اصطلاح پیکچرز گرام در مصر ساخته میشه و خط سومری هم یک خط قدیمی است و خط چینایی هم و خط سینایی به اصطلاح مرحله دوم از است که به نام ایدوگرام رو تبدیل میکنن. با تمام عظمت تاریخی تون 5000 سال پیش از میلاد شما آثار دارین، اوکتی ها 5000 سال پیش از میلاد دارن، چرا زبان تون نبود؟ میگه ما فردوسی نداشتیم. میبینید که شخصیت ها هم به زبان تاثیر دارن، تنها این مسائل نیست. زبان فارسی زمان به حیث یک زبان جهانی از بنگلادش تا صحرای غربی صحبت میشه. شما توجه کنین تمام نامه هایی که از جانب دولت عثمانی تبادله میشه به زبان فارسی بود، با واسه که زبان خانوادگیشون زبان ترکی که تازه تخصیص ایجاد شده بود. در تمام دوران گورگونی هند از بنگلادش تا غزنی یک نوع زبان فارسی کم روی میکرد. دوران دولت بخارا که به نام شیبانی هم میگن زبان رسمیشان فارسی بود و دولت بدون شک دولت که در ایران وقت بود دولت او هم کاملا زبان و ادبیات فارسی بود. پس این زبان بود. وقتی که انگلیس در سال 1844 جان تری دستور میده که زبان ما دیگه زبان فارسی نیست، زبان فارسی زبان بیگانه است، چرا با زبان فارسی رو بیگانه میگن؟ به دلیل از اینکه پس میم که دمی نقطه میمانیم، میم به سر تشکل زبان انگلیسی میگیم. زبان انگلیسی از جمله زبان‌های ناپیدا است. یعنی دهه دوم این زبان در منطقه خود انگلستان امروزی ایجاد میشه. او چی اونجا میشه؟ سوال کنیم مقایسه را. وقتی که 300 سال روم انگلستان در اختیار داشت، زبان خود نه. وقتی که انگل ها و ساکسون ها آمدن انگلستان گرفتن، در اون منطقه زبان های کلیکی، برتولی، پیکتی، ایرلندی، والش و اسکاتی وجود داشت. وقتی که آلمان ها آمدن، انگل ها و ساکسون ها آمدن، اینا از ترکیب از این 4-5 زبان یک زبان واحد رو به نام انگلیسی ساختن. او یک شکسپیر داشت. وقتی که انگلستان آمد، انگلستان گرفت و تسلط پیدا کرد و حاکمیت خود تشکیل کرد، در اوایل به زبان فارسی کوشا شدن. یعنی اولین آثار چاپی در زبان فارسی به انگلیسی ها در هندستان آوردن و در منبعی نشر کردن. خب چرا این زبان نبود کردن؟ انگلستان متوجه شد که زبان یک پدیده بزرگ برای رشد و بقای یک جامعه هست. شما وقتی میتونید یک جامعه را نابود کنین که در اون جامعه نفاق بیندازین و مسائل زبانیش مطرح کنین و زبانشان یک هویت دومین یا یک بخش بزرگ از هویت است. دومین یا یک بخش بزرگ از هویت است. او را با در هم بر هم بزنید. در سال 1844 دستور داد که زبان اردو زبان رسمی هندستان است. خب زبان اردو چی است؟ واژه اردو واژه ترکی مغولی است به معنای ارتش یا به اسلامی است. و این زبان بود که وقتی که سلطان محمود غزنوی از قطعات مختلف فرداش از غزنی تا دهلی جا به جا کرده بود، سربازا بین هم با زبان صحبت میکردن یا فارسی یا هندی. و در نتیجه از او و سربازا در بینشان زبان ترکی هم بود که البته پیدایش زبان ترکی یک مسئله جداست که باز اگر تصمیم فکر روز دیگه صحبت میکنیم. حالا میگیم سر پیدایش زبان و نابودی زبان که یک بخش شده ما برتان رفتیم. بخش گفتم که زبان ها را طبیعت از بین میبره، زبان ها را جنگ ها از بین میبره و زبان های جدید ایجاد میشه. بعد نرخ میکنم و در هندستان ما میبینیم که به اساس دستور از اینا زبان اردو آمد. اما زبان اردو یک زبان نبود که میتونست، نه زبان اردو فردوسی داشت، نه حافظ داشت، نه سعدی داشت، نه بدل دهلوی داشت، هیچ چیز نداشت. یک زبان عادی جدید ایجاد شده بود. خب وقتی که رفتم گفتن که هیچ مشکلی نه کتاب وجود داره، نه آثار وجود داره، نه هیچ چیز وجود نداره. با این مسئله بود که یا پای بردن که خب چی کنه خیبه این زبان انگلیسی بگیریم. در سال 1888 دستور دادن که زبان انگلیسی زبان رسمی هندستان است و تا به همیاله در او جامعه کفرمایی میکنن. ما هم یک مسئله دیگه که جناب دکتر صاحب مرادی بسیار لطف کردن فرمودن، در افغانستان این حالت هم در سال 15 تا سال 19 از سال 1905 تا 1909 تا 1919 1309 تا 1319 زبان در اساس دستور عالم بسیار مرموز الهویه که خود عبدالله حبیبی در شخصیت از نامه که اینا از سرزمینی که بروز افغانستان میگن نبودن، اینا چیرهای منفور بودن که از خارج از افغانستان آمده بودن، شاید فرنگ متمدن تنبیل شدن، کشمیری بودن.
او دستور میده که زبان پشتو است، ولی وقتی که در موقعیت بیرن جناب بردیس کاملا فرده زبان وجود نداره، یعنی زبانی که نمیتونه با زبان فردوسی جنگ کنه، با زبان سعدی جنگ کنه. کتاب و آثار، وقتی شما در مدرسه و مکتب کتاب میخونیم باید آثار وجود داشته باشه، کتاب وجود داشته باشه. نجیب الله طولانی وزیر تعلیم و تربیت میره سر خود لطف میکنه برای شاهبود خان، میگه که ما بر باچیم جامعه فرهنگش از بین رفت، دوباره زبان در فارسی بده. عین قضیه در تمام مناطق مختلف جهان داره، زبان را که تمام آثار، حتی به جرأت عرض میکنم که در سال دهه 16 و 17 که آثار اولین خط کتابت به زبان پشتو که ما اون زبان افغانی میگیم که پیر روشان آخوند در ویزه هم سال از اینا شروع میشه، الفبای زبان پشتو با افزودی 14 حرف زبان فارسی که پی پندکدار مثلا گی و هزه که سرش داره، بس خانواده خوشحال است، از خانواده از پیر روشان و از آخوند در ویزه سی الفبا پیشان میشه، الفبای خوشحال قبول میشه. پیش از اون ما زبان نداریم. حتی عبدالله حبیبی در کتاب پیدایش در کتاب خطا میگه که دورانی که در یعقوب علیه سفاری به زبان فارسی خود بخوانده میشد، در این منطقه زبان او زبان تخاری میگه، زبان تخاری نبوده، ما میگیم که بخش زبان فارسی کوشانی بوده، باید بگیم در این منطقه صحبت میشد. و بعد از مدت زبان فارسی کوشانی کاملا به زبان فارسی مدغم میشه، یعنی 300 سال بعد بر اساس تاریخ بالکل واقعیت عینی که تاریخ سیستان گفته و نویسنده تاریخ سیستان متاسفانه معلوم به دادو مرحله نشته شده که باز بعد نگه دوباره خود بود، در این زبان فارسی صحبت میشه. و در دورانی که در بچلا پادشاهان گورگانی مسئله قومی و زبانی در جامعه مطرح میکنن، مسئله زبان افغانی مطرح میشه و در این دوران است که یا ادعا میکنن که ما زبانی بنامون. در افغانستان امروزی که ما امید میبینیم، بجانت برتان عرض میکنم که در کتاب خط نوشته و آثاری که در آرشیف ملیت ما شخصا رفتیم و در او بخش تحقیقات کردیم، یک کلمه یک واژه در سرزمین امروزی که از هرات تا پکتیا تا کابل تا جلال آباد است به خط الفبای زبان پشتو وجود نداره. هانچه که به نام بسلا ملاله میگن یا احمد شاه نازو انا میگن که سرگاه و دگلان لملینده ساسکلسترگ سسیده ما ول سده گله ولی جاله ده و ایچیز ما جوانده که خلق خندیده ترجمه شبانه میمینیم که اینا تقلید ساختار است که بعدا میشه هیچ آثار به زبان وجود نداره. حتی امیر شیرعلی خان اولین کسی است که علیه زبان فارسی و واژه‌های پشتو که مادرش از جنوبی بود او آدم به این مسئله میپردازد، ولی عملا در دوران امان الله خان و صحبت شروع میشه، کسی نمیتونه با زبان فارسی داری. اما یک مسئله نباید فراموش کرد. آمدیم سر گپ پیشتر خود که زبان ها چگونه پیدا میشه و زبان ها چگونه نابود میشه. زبان یک پدیده اجتماعی هم بودگاهی هم زیستگاهی است و به انسان تعلق داره و انسان کسی است که زبان به کار میبره و خرد خود به او باستاب میتونه. چرا؟ یک تعریف جامعی از این سامانه بسلا هست کردم که زبان چرا به این گونه ارائه میشه. زبان اگر در جامعه هم بودگاه از کاربرد نفع نابود میشه. اگرچه خب این می دشواری در پیش ملل متحد قرار گرفت که در سال 2008 مجموعه می سازمان ملل متحد برای جلوگیری از نابودی زبان‌های محلی و منطقه‌ای. خب ما سه نوع زبان داریم، یکی زبان جهانی که گفتی در مورد زبان جهانی کسی به نام زامنهوف یک به نام زبان اسپرانتو را در سال 1954 مطرح کرد و کسی هم زبان لژبان مطرح کرد که باید زبان جهانی شود، زبان بسیار زیبا آمیان بسلا علمی که باید مطرح میشه. سازمان ملل متحد پذیرفت که باید زبان اسپرانتو و زبان لژبان، بعدا پذیرفت باید اسپرانتو را باید یک زبان جهانی. اما انگلیسا مبارزه کردن نگذاشتن. امروز زبان انگلیسی و مساوی زبان جهانی است. ما زبان جهانی 5-6 زبان داشتیم که فرانسوی، آلمانی، اسپانیوی در برابر زبان که فارسی هم زبان 11 بود. هیچ چیز کرده نمیتونن. تمام در سال 2012 و بعد تصمیم گرفته شد هر کسی که اسپراتوری یا دکترای خود نشته میکنه تیزشه باید به زبان انگلیسی باشه. زبان انگلیسی دارای 2 میلیون واژه است. خب چرا ما زبان جهانی رو مطرح میکنم؟ که آساسا پس میمید به زبانهای به اسلام میانجی زبانهای بین القومی و زبانهای محلی. زبان انگلیسی در هر سال 10 تا 13 هزار واژه جدید در این زبان میاد. شما دانلود میبینین، فیسبوک هم میبینین، توییتر هم میبینین، نه واژه انگلیسی است کلش. چیزی که تخریک جدید میاد به زبان انگلیسی است، زبان جهانی است. پیش بینی شده دقیقاً عرض میکنم براتون بدون از اینکه آدم
به کلام گرایش میگن که ما به این نادرست بپنداره پیش بینی شده که تا سال 2001 دیگه ترجمه از بین میره، دیگه ما نیاز نداریم از یک زبان به دیگه زبان ترجمه کنیم. یک زبان جهانی میشه، کدام زبان است؟ پیش بینی میشه که باید زبان انگلیسی باشه و یا کدام زبان دیگه. اما به همان ما دومین زبان که در منطقه و جهان داریم زبان‌های بین القومی و یا زبان‌های میانجی هستند. که اگر کل کشورهای جهان کنار بگذاریم، میایم سر زبان فارسی دری یا فارسی خودمون. زبان فارسی به حیث زبان میانجی یا بین القومی در ایران است. در ایران که ما او را هم میتونیم که بگویم جایگاه پرورش زبان فارسی است، یعنی بعد از او که دورانی که فرنگستان ایران ایجاد شد و شاه گرایش جدی به زبان فارسی داشت و این فرنگستان تانست واژه سازی کنن، کتاب بیافرینه و ما مدیون دوره فرنگستان ایران است. ایده ای کشور تنها زبان فارسی همه زبان نیست. شما میبینید لوری وجود داره، کردی وجود داره، بلوچی وجود دارد و و و زبان عربی تا در احواز اینجا صحبت میشه. زبان های آذری وجود دارد، زبان ترکمنی که ما ترکمنی میگن، ترکمنی میگن وجود دارد. اینا زبان های محلی است. سازمان ملل متحد هدف چی است؟ که از جمله 7000 زبانی که در محلات وجود دارند نابود نشه. خب دومی زبان میانجی یا زبان بین القومی در افغانستان است. در افغانستان زبان فارسی به حیث زبان معیاری یا زبان میانجی یا زبان رسمی وجود داره و در گرچه سال قانون اساسی 41 زبان فارسی را کشیده بودن، ولی دوباره به اساس پافشاری و غبار و یک تیر دانشمندان شخصیت دیگر شامل شد و زبان فارسی را به نام زبان دری مثلا ساختن. البته یک جدال بزرگ است که گرچه بنده به اینجا عقیده است که هر دو نام نامی می زبان است، کسی نمیتونه فارسی را از دری جدا کنه. وقتی تاریخچه پیدایش نام دری را هم بگیریم، یک قدامت پیشینگی بسیار زیاد داره، تحقیقات صورت گرفته. یک تعداد دوستا با ما هم عقیده نیستن، ولی خوشبختانه هم یک واقعیت تاریخی است که زبان پارسی یا فارسی یا پارسی یا فارسی باستانی هم نام از زبان است و زبان آری و آری بهترین نامی که در آثار خود خامنشی آمده زبان آری آمده، آریایی آری. این زبان آریایی آری وجود داشته، کسی را مشکل نمیشه. در دوران کوشانی ها زبان دی آریا وجود داشته و آثار به این زبان نوشته شده و عکسای چاپ شده به زبان به خط خورشتی، به خط پانینی، به خط دیوانداشنگری و خط حتی به خط مختلف کش شده به مناطق مختلف. الفبای زبان فارسی با الفبای خورشتی با الفبای یونانی وجود داشته و کوشانی های را تقویه کرده. دی آری شده دری هم امین نام است، ولی وقتی ما ایره بحث یک موزه در زبان شناسی مطرح میکنیم که هدف از تخریب زبان باشه. فارسی نام جهانی از زبان است. وقتی ما فارسی میگیم ایران، افغانستان و تاجیکستان و قوقند و بخارا و خیوه و کشمیر و شمال پاکستان مناطق مردمی که در زبان زنده میکنن تقریبا 3 کشور جهان و تقریبا حدود 200 تا 300 هزار نفر به این زبان صحبت میکنن. این نام زبان فارسی است. ما بنابراین تلاش میکنیم تا نام فارسی هویت بین‌المللی و جهانی از زبان نگاه کنیم، ولی دشمنی در این مورد وجود داره که زبان دری را میخوان از فارسی جدا کنن و یک زبان محلی بسازن. واژه‌ای که آمده از زبان‌های غیر، حتی کوی از واژه‌های جعلی وجود داره. مثلا می لازم برتون میگم واژه لویه که اولین کسی که با کار برده شه ابیش علی خان در خود این جانب است که واژه لو یک واژه ترکی و مغولی است به معنای ماهی کلان. واژه یولوس یورگا کولس شولیسی جرگه شده و حتی چوخه که واژه مغولی ترکیه است، حتی بسیار واژه. چرا این زبان وجود داشته؟ حقیقت صورت گرفته در این مناطق برای از کوشانی ها که از زبان فارسی قدیم به کار بردن فارسی بوده که بنام زبانی کوشانی میگن که واژه های اوستایی در روز یاد بود. همزمان دوران امیر تیمور گورگانی یک تعداد مردم تاتار رو جا بجا شدن که واژه های تاتاری و مغولی و این با خود آوردن و خود اقوام بسلا که او را به نام روهیله میگفتن که زبان هندی روهیله جمع همی 4 زبان، یک زبانی که او را به نام ایزو گلاسی زبان لنویج یا زبان ترکیبی میگن تا ساخته شد که البته به نام زبان افغانی میگن در اون دورانش. هما اینمی تجرید گرایی زبان که یکی از بدبختی سر زبان فارسی در افغانستان تعمیم میشه جدا کردن فارسی از دری است و تحمیل واژه های ناسوده و جعلی در سر زبان است. در حالی خود زبان فارسی از جمله پیشتر دوستا فرمودن که از جمله زبان های ناب است که تا 22 میلیون واژه زبان ساخته میشه. واژه های ترکیبی خوبی که داره هم واژه های زبان خانواده هند گرمانی که 445 زبان به تکلم میشه، اینا زبان های ترکیبی است، خانواده زبان های ترکیبی است.
دور بابین دوربین، فن با گلاس، فن گلاس در آلمانی مثلا، در انگلیسی، در فرانسوی، در روسی، در همه زبان ها ترکیب میشه واژه با پسوند ها، با پیشوند ها، دو اسم با اسم، اسم با صفت، اسم با فعل و واژه جدید میسازن. که زبان فارسی توانه از این داره تا 22 میلیون واژه رو بسازن. خب، برای از این که تخریب شد زبان، واژه های بیگانه رو میارن و هیچ واژه های. ما در جهان در نام زبان ملی نداریم. هیچ کشور زبان ملی نیست. ما زبان رسمی داریم، زبان محلی داریم و زبان جهانی داریم. بخاطر از این دوباره به اصل مطلب اومد. سازمان ملل متحد در افغانستان یک چیز باید فراموش نکنیم که زبان فارسی به اساس پژوهش که از جانب CIA صورت گرفته، دوستا در گوگل بزنن نشته کرده 75 تا 80 درصد مردم افغانستان با زبان فارسی صحبت میکنن و این زبان فارسی که در 80 درصد مردم افغانستان صحبت میکنن زبان میانجی یا بین القومی در جامعه است. یعنی یک ازبک با یک پشتون، نه ازبکی و میفهمه پشتون، با کدام زبان صحبت میکنه؟ بدون شک با زبان فارسی صحبت میکنه. یک بلی با پشهی با کدام زبان صورت بگیره؟ بدونیش یک با زبان فارسی صحبت بگیره. پس زبان فارسی یک زبان میانجی یا زبان بین القومی در این سرزمین وجود داره. خب 20% یا 25% دیگه با کدام زبان صحبت بگیره؟ کسایی که با زبان فارسی صحبت میکنن مرکب هستن، تاجیک ها، پشتون ها، هزاره ها، ازبک ها، بلوچ ها، پشهی ها. من یک نمونه شو بگیم، یک دوست من نام وطن دوست، زبان او از ملیتش ازبک هست. اون رو داره من گفت که من زبان ازبکی تا رو هیچ نشته نکردیم، من به زبان فارسی نشته میکنم، چون زبان فارسی زبان بین القومی است، زبان ما و زبان تو است، زبان افهام و تفهیم است، زبان تسلط جامع است. بنان این ویژگی زبان فارسی تنها در افغانستان داره. اگر ما هویت زبان بگذاریم سر این مسئله، اما زبان محلی چی شود؟ آیا زبان محلی نابود شود؟ سازمان ملل متحد تلاش جدیدی که داره که امروز به نام روز زبان های مادری سما ساخته، جلوگیری از نابودی زبان های خرد کوچک است. گرچه در کشور زیلاند جدید تقریبا 200-300 زبان در یک منطقه بسیار کوچک صحبت میشه. ما چند چیز از هم تفکیک کنیم: زبان، لهجه یا گویش و مشخصات دیگه زبان. در زبان شناسی ستون فقرات زبان واژگان میسازه، کلمه بس. خب ستون فقرات چه میسازه؟ این واژگان نمیتونه که دوگونه نباشه. در زبان انگلیسی وقتی ما بگیم جمپر، یکی جمپر میگه، یکی خیز زدن میگه. در آمریکا خیز زدن میگه، در جمپر. در انگلستان جمپر و در کانادا استرالیا جمپر. اما این تفاوت در کل زبان‌های جهانی وجود داره. وقتی که من میگم چاشت، ایرانی میگه سو، کدام مشکلی نیست. وقتی که من میگم شام، اونا میگن بسلا مغرب. وقتی که من میگم که پگاهت خوش، و میگه صبح شما بخیر. این کدام نقص نیست، در تمام زبان ها وجود داره. پس نظام واژگانی در تمام لهجه ها یا گویش های زبان در تمام جهان مختلف است. یک زبان اردوی هندی که در پاکستان صحبت میشه یا هندی که در هندستان صحبت میشه، گرچه بدبختانه زبان رسمی پاکستان و هندستان حال زبان انگلیسی است و این زبان ها استایسته است، ولی این زبان هایی که دوره انقراض خود آگاهانه شوری و وجودی تدعی میکنه زبان اردو و انگلیسی و هندی و زبان های مختلف که در هندستان یک سی زبان است اونا تایی میکنن. خب ما در جامعه خود ما در کشور عزیز ما افغانستان با زبان های محلی چگونه برخورد کنیم؟ بکنیم زبان ها نبود چه؟ نی زبان حق مسلم یک انسان است. وقتی ما بگیم زبان شغنانی، زبان واخانی، زبان خانی، زبان منجانی، برکی برکی، برکی رانجانی، جمشیدی، پامیری، اینا کلش تاجیک ها هستن، زبانشان زبان محلی شان است. این به این معنی نیست که اینا زبان فارسی رو فراموش میکنن. به این مورد صحبت جناب دکتر سمورادیان بسنده است. من زبانش زیاد شما را اذیت نمی کنم. واقعا علمی ترین و دقیق ترین مسائل فرمودن. اما ما باید از جلوگیری از نابودی از زبان ها بکنیم. چرا؟ ما مثلا در زبان شغنانی واژه شنوسر داریم. شنوسر در زبان اوستایی به معنای روشنایی است. و این زبان حفظ کده. اگه این زبان نابود شد، واژه شنوسر نابود میشه. بگذار این نابود نشه، بگذار این زبان ها باشه. وظایف دولت ها ای است که زبان ها را در محلات شرایط زیست و اصلاح رشد شفرام کنه. اگه ما میخیزیم ببینیم یکانه زبانی که تانست با در زبان فارسی و پشتو الفبای خودش را بسازه و دستور زبانش را بسازه، زبان پشهی بود. زبان پشهی تانست خود را ایجاد داره، ولی که زبان هندوستانی و کتا و عشق کتی از هیچ چیز نداره. نه لوا داره، نه نشتاری داره، نه کتابت داره، هیچ چیز نداره. با می ترتیب زبان های شغنانی، واخانی، منجانی، برکی برکی، برکی راجانی، جمشیدی، پایمردی و همین به سه زبان چی نیست.
کار توتامیزی که دولت خبیث فرادی غنی و کرزی انجام داد ای که خواست تا ملیت تاجک به پارچه های مختلف تقسیم کنه تا نشان میده که پشتونها در افغانستان اکثریت هستند و به اون خاطر تمام کسایی که زبان مختلف داره هویت ملیت تاجک است اونا رو به نام ملیت جداگانه ثبت کردن و ما باید تلاش کنیم که این مسئله در حتما از جامعه بزدایی تا غیر از او یک ضرر بزرگ به تبار اکثریت تاجک است. با اساس پوزیش هایی که صورت گرفته ما امیدوار هستیم که این مخالطه نپنداریم 44 تا 45% مردم افغانستان تاجیک ها تشکیل میده، 75 تا 80% زبان فارسی است. این می خودش نمایانگر یک عظمت از زبان است. در انتخاباتی که در دوران کرزی غنی و عبدالله صورت گرفت غنی 19% داشت، 7% چیز بایش آمد از ظلمه ببخشین از هیچ کدام به اون نرفت. عبدالله از 52% از 44 یا 42% در مجا این بریک شکش کردن اومان و این آدم بودن به جد بالا بودن. 19% مردم افغانستان با زبان و ادبیات پشتو و قوم افغان و پشتو سر کار دارن، نهایتی 23% تا 24%. و از اون خاطر است که هیچ دولت نمونده در افغانستان استقلال کرد. به خاطر بقای فرهنگ زبان محلی دولت وظیفه داره تا در زبان مادری که طفل در دوران خانوادگی صورت میکنه میآموزه حداقل او زبان ها را پشتیبانی حمایت کنه یا تا سنت اول تا سنت 3 یا 4 با او زبان ها صحبت کنه تا طفل بتونه به زبان خودش استوار باشه. وقتی که در جامعه مدرایه یک زبان است، زبان فارسی است و این زبان هیچ وقت هدف از زبان نیست که زبانهای خود را زده نابود کنه. هدف از زبان که ما بایست یک زبان نیرومند، بایست یک پدر قوی، بایست یک مادر درست، میخواییم جامعه را نگاه کنم، جامعه اولادهای خود نگاه میکنم و این برای زبان فارسی هیچ دشمنی نیست. بگذار این که زبانهای محلی ازبکی هم الفبای خود داشته باشن، یک ازبک مجبور در جامعه میره وقتی دانشگاه یونیورسیتی میره با می زبان فارسی صحبت کنه، فارسی بیاموزه و زبان معیاری فارسی که ما زبان های مختلف داریم لهجه دوستا از این لهجه رو با زبان معیاری مخالطه نمی کنیم. زبان معیاری زبان کتابت است که در افغانستان، تاجیکستان و ایران صحبت میشه و تمام کتاب هاست. ما هیچ کتاب تاله ترجمه کس نکنیم. اگر از خط کرمیک سرالیک یا کرالیک هست برداشته شده با زبان علی و عربی که دوستان باشم از جمله جناب نجم‌الدین کاویانی کردن و برخی دوستای دیگه، ای به معنای ترجمه نیست، ای به معنای برگردانی الفبا است. یعنی گردشی الفبا یک زبان از یک الفبا به دیگه الفبا است. این به یک معنا با این معنا نیست که ما دو زبان جداگانه باشیم. زبان معیاری کابل، زبان معیاری تاشکند، زبان ببخشید دوشنبه، زبان معیاری تهران یک زبان است. کنمو کوی عنوان کتاب است. تنها در انگلستان 100,000 ورق به زبان فارسی وجود داره. کنه اون زبان است که تا این میال چاپ و نگارش میشه. میلیون ها این ورق کتاب و صدها هزار عنوان کتاب در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان وجود داره که خود از عظمت از زبان شد. شما شاعران و نویسنده ها رو دوستان صحبت کردن سرش. پس در فرجام به این فرایند میرسیم که هم زبان های جهانی، هم زبان های بین قومی و میانجی و هم زبان های محلی، هر کدام از زبان ها باید در جامعه رشد شود، حمایت شود، پشتیبانی شود. ای که ما به طرف جهانی شدن زبان میریم، یک پدید به اصطلاح دیترمینیسم یا جبریت است، او رو میگذاریم به سالهای پسین. در سالهای امروزی وظایف دولت مردم همی است که هم زبان محلی ما پشتیبانی شود و هم زبان میانجی سال یا زبان بین القومی که در افغانستان زبان فارسی است باید پشتیبانی شود، حمایت شود و واژه سازی شود، ریشه شناسی واژه های صورت بگیره. تلاش مهمترین تلاش چی است؟ یک زبان به سر گویش رایز. اگر ما در زبان فارسی گویشی کشور خود افغانستان واژه های معیاری فارسی را به کار نبریم و آیستایس زبان مخلوط کنیم و از یک سقروط جور کنیم بینهویت بینهویت، یکی واژه پشتو رو بیاره، یکی واژه مغولی ترکی رو بیاره، یکی واژه عربی رو بیاره، یکی واژه انگلیسی رو بیاره، بالاخره زبان به یک زبان سقروط تبدیل میشه. البته ترمهی نیست که باید زبان سچه شود، زبان زیبا شود. زیبایی زبان و با ما کنم چیز نشان میده دوست ما ببخشید به همال زبان باید زیبا شود. استاتیک یا زیبایی زبان به اینمی وجود داره که زبان به خود زبان وابسته باشه. ما اگه واژه عربی رو به کار کنیم، اگه معادل فارسی هست میتونیم باید به کار کنیم. وقتی ما میتونیم بگیم خفتن، باید مغرب گفتیم باید خفتن شما بگیم. وقتی میگیم پگاهیت خوش،
دل کس خوش میشه یا خفه میشه یه واژه وجود داره. پگا، بیگا، چاش، اینا را اگه ما بگیم خوش یک کار درست میکنیم. همزمان بگیم صبح بخیر، میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و میگیم بدر درود به شما، پگایتان شاد و خوشیسته باد. هر کدام از این جایگاه خود داره، نه ناسیونالیسم زبان و نه به اصطلاح کسموپولیتیسم زبان. این دو تا هیچ کدامش نمیتونه که زبان رو نجات بده. زبان به دلسوزی، به میل، به کاربرد و استفاده به کار داره. اگر ما همین بخشا رو با هم مخلوط کنیم، یک آمیزه بتیم، زبان فارسی هم از سکوت جلوگیری باید کنیم، از تخریش جلوگیری کنیم، از پراگندگی جلوگیری کنیم، درست نویسی رو بیاموزیم، درست نگاری رو بیاموزیم و با نظام واژگانی که ستون فقرات زبان فارسی رو تشکیل میده باید توجه جدی کنیم. این بود صحبتهای من، بسیار ببخشین که زیاد صحبت کردم، امیدوار شما رو ببخشین. گپای دیگه باشه با روزهای بعد. دوستا پرسش داشته باشن در خدمت هستم. بسیار زیاد تشکر از جناب شما دکتر مدیر گرامی. خداوند شما را نیز زنده و سلامت و سرفراز داشته باشد. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رعایت دانایی و دانشوری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند جمله ملک توست تا بلخ و نیشاپور و هری. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. فارسی را پاس می داریم زیرا بوتن، قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری. اکنون حضار گرامی، توجه شما را به استماع سخنان وزین جناب دکتر صاحب دستگیر رضایی ارجمند دعوت میکنم و سپس نوبت میرسد به جناب استاد رحیل گرامی که صحبت های اختتامی را داشته باشند. دکتر صاحب رضایی ارجمند، نوبت شماست، بفرمایید. سراپا گوش است. به نام آفریدگار هستی و سپاس از جناب شما، درود میفرستم خدمت حضار گرامی در همایش و در این حال یک سپاس گذاری خود از سازمان ملل متحد، سازمان یونسکو ابراز میکنم که این فرصت در سراسر جهان برای تمام بشریت فراهم کرده که تا از جایگاه زبان مادری گرامی داشت به عمل بیاد. البته در رابطه با ابعاد مختلف این روز به ویژه زبان، اندیشمندان و دانشمندان عزیزی که در این که همایش حضور داشتن، صحبت کردن، روشنی انداختن و به اندازه کافی و مفصل صحبت کردن، ما به زوایای که دوستا تماس گرفته نمی پردازم و تنها در رابطه به اهمیت اقتصادی این روز من می خواهیم که یک چند کلمه مختصر خدمت عزیزا در این نشست یا در این همایش داشته باشم. همون گونه که در سخنان عزیزا وصابیا، سازمان ملل متحد و سازمان یونسکو بر اساس یک نیازمندی که در حفظ میراث فرهنگی، تنوع فرهنگی که بیشتر خاصگاه اساسی از این و بستر اولی از این زبان مادری است، زبان محلی است، به این کوتا می پردازم. ببینین در کل چاراندیشی هایی را که بشر اتخاذ کرده در رابطه با باستاب شرایط تاریخی بوده، در رابطه با نیازمندی هایی که بشر به او نیاز داشته، در رابطه با او تیوری ها به وجود آمده، چاراندیشی ها در روشنی ازی به وجود آمده. سازمان ملل متحد هم در ایتر یک فضایی که
از یک طرف تهاجم فرهنگی بر اساس روند فزاینده جهانی شدن به وجود آورده و از طرف دیگر در عین حال میخواهد که از زبانهای مادری که شمارشان در حدود 7000 بیشتر و کمتر است و تا جایی که ارقام نشان میده در حدود 43% از این در حال انقراض و از بین رفتن است، نابودی و ناپدیدی است و این تهدید ای بسیار جالب است. ای ما در این طور شرایط که از زبان مادری تجدید به عمل میاد، ما با یک روی کرده در ظاهر متضاد روبرو میشه. از یک طرف گفتم که روند جهانی شدن است که با افزایش تجارت در سطح بین‌المللی، تجارت آزاد، روابط اطلاعاتی که تبادله میشه، پیشرفت تکنولوژی و دیجیتال زبان‌های محلی را در یک تنگنا قرار میده و از طرف دیگه میبینیم که سازمان ملل متحد اقدام به دفاع از زبان‌های محلی و زبان مادری میکنند یا زبان‌های رسمی در چوکات، یعنی در سطح بالاترش در چوکات ملی کشورها به وجود میاره. یک روند دوگانه است. منطقی را که سازمان ملل متحد، سازمان یونسکو این جرأت کرده که بر اساس از او اقدام بکنه، البته نیازمندی و انگیزش روشن است. اون قسم که در بحث عزیزا گفته شد که در بنگلادش فلسفهش روشن است و ما گفتم هم که تئوری ها و چاره‌بینی ها و چاره‌اندیشی ها و طرح‌ها و سیاست های نه و هم به خاطر بازتاب شرایط تاریخی به وجود میاد. در این رابطه آنچه که مهم است از بعد اقتصادی، از نظر اقتصادی توجه به رفتار معقول است. رفتار معقول از نظر اقتصادی یک اصل است. در رفتار معقول که معنای اساسیش به دست آوردن بیشترین نتیجه با کمترین هزینه منامیده، سازمان ملل متحد بر بنیاد ای اصل ای اقدام از در بود اقتصادی انجام داده. وقتی که کمترین هزینه را با کمترین هزینه بزرگترین نتیجه به دست آورده میشه، ای باعث از این میشه که روند توسعه رشد بکنه یا روند توسعه رو به افزایش تمایل پیدا بکنه. یکی از عامل اساسی توسعه نیروی بشری است. نیروی بشری در برنامه توسعه پایدار را که سازمان ملل متحد روی دست گرفته در بخش اجتماعی رکن عمده از این تشکیل میده، چون خود توسعه پایدار را که سازمان ملل متحد همزمان در کنار از یک از این برنامه دفاع از زبانهای مادری داره و در برابر یا موازی با این که روند جهانی شدن ادامه داره، توسعه پایدار هم مانند دفاع از روز زبان مادری یک تدابیری است به خاطر هم رشد و هم دفاع از منافع نسل آینده است. یک تلاش است به خاطر ترکیب فعالیت‌های در بخش اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی. وقتی که توسعه پایدار طرح‌ریزی شد و تمام کشورها وظیفه سپرده شد، کشورهای جهان که توجه اساسی را در
در این میکانیزم ترکیب در نظر بگیرن. ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که رکن اساسی در توسعه یا یکی از عوامل اساسی توسعه عبارت از نیروی بشری است. نیروی بشری اون نیروی است که به سرمایه بشری تبدیل شده باشد. سرمایه بشری انسان‌های آموزش یافته و آموزش دیده را از سطح مکتب شروع و تا سطح دانشگاه دبر می‌گیرد. سرمایه بشری را می‌سازد و پایه و اساس از این را زبان مادری یا آموزش تشکیل می‌دهد که به زبان مادری به دست آورده می‌شود. به این اساس سازمان ملل متحد این اقدام جهانی ساخته و کشورها را هم تشویق کرده که همزمان در پالوی دفاع از حقوق از زبان‌های مادری توسعه پایدار را هم کشورها به صورت هماهنگ پیش می‌برند تحت نظر سازمان ملل متحد که البته شاخص‌های از او مشخص است که و شاخص‌های نظارتی را شما شاهد هستیم که در سطح جهانی کنفرانس‌ها و فروم‌ها صورت می‌گیره. در عین حال ما می‌بینیم پیشتر دوستا در توضیحات خود گفتن که شاید تا پیشبینیانشان می‌ده که تا سال 2000 چند پیشتر در یکی از گفتار دوستای گفته شد که تا سال 2000 چند گفتن که 2100 فکر میکنم اینطور گفتن رقم که تنها یک زبان باقی میمونه در سطح جهان ولی میشه که از نظر پیشبینی این پیشبینی شده باشد اما حقایق و ارقامی که نشان میده خلاف از این نشان میده در عین حال که روند جهانی شدن ادامه داره و زبان انگلیسی با عنوان زبان بین‌المللی یا زبان بزنس و زبان تکنولوژی و اطلاعات چیره شده در سطح جهان همزمان در سطح خود کشورها که ما می‌بینیم هر کشور پیشرفته تمام زبان تکنولوژی را یعنی رمزای دیجیتالی را و زبان ملی خود هم داره در دانشگاه‌های خود تدریس می‌کنه و در پولی از این در بخش اقتصادی ما این روند ما در طی سه صده ما مطالعه میکنیم. در سیاست های حمایتی کشور ما میبینیم. از یک طرف از تجارت آزاد. روند جهانی شدن یکی از عنصر اساسیش تجارت آزاد است. تعامل آزاد است. و این سوتا هم در سطح سازمان ملل وجود داره به خاطر تحقیق ازی. ولی در عین حال اینمی روند جهانی شدن است. امی لیبرالیزم اقتصادی را کسای نقص میکنه که خود از اینا بانی و حمایتگر و ترویج کننده از این هستن. ما میبینیم که در وقت حاکمیت ترامپ ما دیدیم که امریکایی بخر و امریکایی استخدام بکن. این شعار ما شما دیدیم. این شعار خود به خود نشان میده که این ناسیونالیزم اقتصادی را نشان میده. یک برگشت با صداهای 16 و 18 که سیاست میرکانتلیزم که سیاست صادراتگرا حاکم بود در اقتصاد جهانی و اونجا برمیگردانه چون منفعت ملی ایجاد میکنه وقتی که منافع ملی در سطح یک مملکت ارجحیت پیدا میکنه در اون زمان باز این طرحهایی را که در سطح بین الملل مطرح است او باز اولیت از دست میده او ارجحیت از دست میده ما شما در شاهد هستیم این روند در پاندمی کرونا ما شما دیدیم در سه سال پیش روی دیدیم که کشورها از تعهدات بین ملی خود عقب نشینی کردن و با منافع ملی خود محدود شدن همیار ما این سیاست ما میبینیم در جنگی که در اوکراین ادامه داره پس ما گفتم میتونیم که پیشبینی هایی که صورت میگیره از دید اقتصادی آنگونه که ادامه میشه که یگانه زبان در سطح جهان باقی میمونه از دید اقتصادی این منطق نداره به خاطر از اینکه هر کشور منافع ملی خود داره و در چارچوب منافع ملی خود فرهنگ ملی خود داره و در
مرکز فرهنگش عنصر اساسی فرهنگ خود زبان خود دارد و این زبان زمانی میتونه که پایدار بمانه که بر اجزای سازنده خود که اونمو فولکلور یا فرهنگ مردم هسته زبانهای مادری در محلات هسته ای باقی میمانه و از طرف دیگه کشورهای مستقل هرگز اجازه نمیده که یگانه پایگری سرمایه و دارایی ملی خود که عبارت از ارزش‌های فرهنگی از این است که او توانمندی جذب گردشگری را داره و درآمدزاز به این کشورها ای را از دست بده. سازمان ملل متحد هرچند که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد هرچند که متأثر از سیاست‌های قدرت‌های بزرگ جهان است و در عین حال ای واقع‌بینی را هم داره، نمیتونه که منافع کشورها را در سطح ملی کشورهای مستقل نادیده بگیره. ای از منظر اقتصادی بود که ما خدمت عزیزا دیدگاه خود و تحلیل خود خدمت عزیزا در رابطه با گرامی داشت از روز جهانی زبان مادری عرض کردم، اما یکی دو کلمه در رابطه با زبان پارسی دری همون گرانی را که عزیزای ما، بزرگوارای ما، دانشمندای ما در رابطه با زبان پارسی اینجا ارائه کردن، این نگرانی را باید فرد پارسی زبان داشته باشه. پاسداری، پویایی و پایداری زبان پارسی را باید در اولویت و در اولویت خود قرار بده. به عنوان رمز قرمز، به عنوان رمز و خطوط قرمز خود باید ایره تعریف بکنه و در خانواده خود ایره باید، از خانواده باید ایره شروع بکنه. اینجا دوستا بسیار خوب نکات اشاره کردن، اینه در بود تیوریک دوستا بسیار توضیحات مفصل داد گفتن، اما جنبه عملی از ایره کمتر تماس گرفتن. ای کاش میشد که یک مقدار در رابطه با جنبه های عملی از این باید گپ می زدن. همین روز مهاجرت ها شروع است. از در جغرافی فارسی امروز مهاجرت های فراوان صورت گرفته. این مهاجرت ها صدمه بزرگ به زبان فارسی وارد می کنند. کسایی که در قرای مختلف پراکنده هستند، بعد از یکی دو نسل زبان خود از دست می دن. بزرگترین سرمایه و میراث که ما او رو به او میبالیم، او رو از دست میدیم. همین گونه در داخل افغانستان ما همیاره با این سیاست های زبان ستیزانه دچار مشکلات فراوان از زبان ما. ما باید تدابیر و چاراندیشی رو باید روی دست بگیریم که تا بتانیم ما، منظور ما اینجا تمام پارسی گویا هست، پارسی زبان هست، چی در داخل و چی در بیرون، یک در یک اماهنگی و در یک همسویی کارهای باید صورت بگیره. نهادها وظیفه‌اش از نهادهای فرهنگی که در بیرون هستن دست باز دارن، امکانات دارن، دانشمندان ما بسیار فرصت‌های مناسب در اختیار داریم، مشروط به این که ما استفاده اثر بخش کرده بتانیم. البته در زمانش این طرح‌ها و پیشنهادها را خدمت عزیزا شریک می‌سازم، ولی به خاطر از اینکه برنامه امروز یک برنامه تقریبا پربار از نظر فشار حضور دوستا و هم از نظر کیفیتی که در اینجا ارائه شد، فکر میکنم که خسته ساخته دوستا را، من صحبت خود در اینجا پایان میدم و میشتم صحبت های دیگه عزیزای خود. تشکر. جناب خراسانی صاحب، جهان سپاس. خیلی معذرت میخوام که یک لحظتون بود از جناب دکتر صاحب دستگیر رضایی. خداوند شما را هم صحت کامل و طول عمر نصیب بگردانه. تشکر. هیله افراسیاب از خاک ایران دور باد، تیر آرش دائم آبادا، تیر آرش تیز بادا در کمان فارسی،
میشنیدم شاعر میگفت در وقت عرب پادشاهانم گویا شاعران فارسی. اکنون از دبیر کل قانون پاسداران فرهنگ تاجیک جناب محترم استاد صبور رحیل ستوده عصر دولت شاهی می خواهیم که صحبت اختتامیه نشست امروز ما، محفل امروز ما را به استماع حضار گرامی برسانم. استاد گرامی خوب شد که تشریف آوردید، نوبت شما بفرمایید. با تشکر از شما جناب آقای خراسانی عزیز، به نام پروردگار یگانه و با درود بر روح شهدای آزادی و مقاومت، من از جایگاه یا از نمایندگی به نمایندگی از کانون پاسداران فرهنگ تاجک و دستبردکاران همین برنامه وزینی که شما میمان شستی و ما میزبان هستیم، از تک تک بزرگان، سروران، عزیزان، دانشمندان و بانوانی که در برنامه شرکت کردند و با بیانیات بسیار ارزشمندشان برنامه را غنی ساختند و معلومات دادند و افتخار بخشیدند، عالم سپاس و اظهار امتنان و خوشنودی و قدردانی میکنم. ما همیشه محتاج قدوم مبارک شما بزرگان هستیم تا بتانیم آنچه را که سزاوار مقام فرهنگ ما هست بتانیم ارائه بکنیم و تقدیم دوستا بسازیم. دوستا عزیز، من معذرت بخوایم که من یک مقدار یک دمیر روزهای آخر مرض چینایی جهانی را گرفتیم، کرونا به سراغ ما آمد و خستگی و زندگی و بعضی هم این مسائل سبب شد که اکسوی تفاهم رخ بده و ما با وجود ازی که خودم آگاه بودم از وقت امی وقت تبدیل کردن وقت اروپای مرکزی به وقت آمریکا، غرب آمریکا، برای یک کمی جنجال با وجود آورد و من با یک دو ساعت ناوقت آمدم خدمت شما. خب کسالت بیماری هم بود و از این سخت معذرت میخواهم که من در آغاز نبودم و از فیض صحبتهای شما بی‌بهره ماندم از بسیاری از دوستا. در مورد زبان من فکر میکنم که همه دوستایی که صحبت کردند سنگ تمام گذاشتند، یعنی چیز بیشتری برای گفتن نمانده که من بشینم در اون مورد صحبت بکنم. اگر حرفی هم داشته باشم تأکید و تأیید است بر گفته بزرگا و دانشمندان که اینجا بودن و یا ای که من حیث یک فرد که کاملا طبیعی است به اصطلاح از امون جمع هرانچه که شنیده چند نکته را آدم متوجه میشه یا توجه میکنه. مانا زیر نداره که اگر آنچه که من میگم همه مسائل است یا ای که آنچه که دیگران گفتن کل او به اصطلاح جایگاه نداشته باشه، من نتونستم ببینم، اما آنچه که دوستا گفتن همه ایش جای خود داره، ارزش خود داره، معنای خود داره و اهمیت خود داره. من فقط در مورد زبان همه تر میخوام تأکید بکنم، وقت شما را بیشتر میگیرم، که زبان مادری هویت است، بخشی از هویت است، بخش بزرگی از هویت است. درست است که زبان وسیله افهام و تفهیم است، اما از عموم دوران اولیه زندگی، اولیه مغاره نشینی انسان ها که مسئله گذشت، دیگه زبان تنها مسئله افهام و تفهیم نیست. زبان دیگه بازباد زو میشه هویت هر قوم، هر اهالی، هر مغاره، اهالی هر قریه، اهالی هر دهکده و دره از خود به اصطلاح در از واژگان خود ساختن، واژگانی که از شیوه کار و امور که بیشتر دوستا ارائه کردن و گفتن به حساب اقتصادی و تاریخی که واژگانی که از زندگی و کارشان برمیخواست این واژه ها را ساختن، در او صدای خود گذاشتن، لهجه پس میکنم آوا واول ها، چگونگی ادای واول یا یک چیز حرف مصوت،
در زبان خودش ناشی از زندگی جغرافیایی و حتی کار است. من فقط یک مثال کوچک میتونم که مثلا آهنگران وقتی که صحبت میکنن بسیار بلند بلند صحبت میکنن. کسانی که در کناره دریاها زندگی میکنن صدایشون بسیار بلند بلند است و ای مثلا من که در ادای کلمات نقش داره، موسیقیشون باز فرق میکنن و همه از این مسائل. به خاطر هر زبان هویت است و هر لهجه، هر لهجه که میگه به زبان مادری باید حفظ شود، او گنجینه هستی، کار، زحمت و سرمایه یک جامعه است. اونا باید ضایع شود و با او باید احترام گذاشته شود. که امور رقمی که دوستا گفتن، ملل متحد کارش همی است که امیز زبانهای محلی را نگاه بکنه. ای که از مسئله سیاسی براورد ما یقینا و این موضوع سیاسی هم است، بسیار مهم است، هویت است و ما معتقد به این هستیم که زبان هویت است و زبان فارسی زبان هویتی مردم تاجیک است، کس بخواید یا نخواید. زبان درست است که زبان فارسی باز مورد توجه همگی قرار گرفت، به این زبان فرهنگ آفریده شد، به این زبان کتاب آفریده شد، به این زبان شعر آفریده شد، همه از این مسائل جمع شد به این زبان و اقوام مختلف از این افراد از اقوام مختلف را یاد گرفتن. درست است، اما تولید کننده نخستین از این زبان کیست؟ امی حال حامی از این زبان، مدافع از این زبان کی است؟ رسما همان است. ما خب میگیم که زبان همگان است، اما همگان در ازی دفاع نمی کنن. کی دفاع میکنه از زبان فارسی؟ تاجیک دفاع میکنه، فارس دفاع میکنه از زبان فارسی. حتی هزاره نمیخواید که از زبان فارسی دفاع کنه، میره می زبان هزارگی میسازه و از زبان هزارگی خودش دفاع میکنه. برای ازی که این میخواید هویت مستقل جداگانه داشته باشه و این زبان یکی از کمپوننت ها، یکی از اجزای زبان است، او را به اصطلاح هزارگی خود بسازه و اونجا بره جهان هزارگی و در جهان هزارگی از زبان دفاع بکنه. نمیخواید از فارسی دفاع کنه. این مستم، این من تاجک هستم که از زبان فارسی دفاع میکنم و او را زبان خود میدارم. زبان فارسی زبان ماست، بخواهی نخواهی. این مثلا تاکید ما یکی سر از این مثلا است که زبان فارسی زبان ماست، نباید بسیار زیاد چیز بکنیم زبان همگان است. درست است به اصطلاح، اما اخلاق تاجکانه و عرفان تاجکانه اینطور ایجاب میکنه که بسیار خودخواهی و خودسازی و تکبر نداشته باشیم. این گپ درست است، مسائل اخلاقی، ولی وقتی که جای سیاست میآید دیگه باز اخلاقیات نمیدونه دیگه که جای سیاست بگیره. اونجا منفعت اصلی چیزی که قابل محاسبه است، چیزی که آدم میتونه رو احساس بکنه. او مهم است که تعیین کننده عمل ما باید باشه. به خاطر زبان فارسی زبان ماست، زبان تاجیک است، من باید به ازی دفاع بکنم و پروای از این ندارم که کسی دیگه ازی دفاع میکنه یا نمیکنه. اگر میکنه اختیارش رو میکنه، من نمیکنم. چه میگه؟ میگه که شاید الا بکنه، سایه مال الا نمیکنه، میتونه گردش. ما سایه مال هستیم. ای که بعضی از دوستا تاکید میکنن و این را من میفهمم که همی تاکید به خاطر همبستگی قومی است، ای گفت من از او زاویه که تاکید میشه من مخالفش نیستم به هیچ صورت، که گویا شاهان ترک در پیشبرد زبان فارسی کار کردن، ای گفت درست. اما بیاین من حیث صاحبان از این زبان که باز در آینده بجنجال نشیم و دیگه به این توجه بکنیم که شاهان ترک باز با سوار بر زبان فارسی رفتن، هنده گرفتن و جاهای دیگر گرفتن. با من میگم که فرهنگ در فارسی وجود داشت، فرهنگ آیین کشورداری در فارسی وجود داشت، آیین کشورداری در یورتهایی که از اونجا آمدن به غارتگری و قتل و قتال و چپاول پرداختن، در اونجا آیین کشورداری وجود نداشت. مثلا آثار باستانی که داستان میانه وجود داره یا در جای دیگه وجود داره، ای اگر ساخت بسیار ببخشین دیگه که من برهنه میگم، اگر ای ساخت ترک ها هست، چرا در یورت های سایبیریا ندارن؟ چرا در مغولستان ندارن؟ چرا در جای دیگه که زندگی میکنن در اونجا هاش یا ساخت و سازهای فرهنگی ندارن، آثار فرهنگی ندارن که داستان میانه دارن، در افغانستان امروزی دارن، در ایران امروزی دارن؟ برای چی؟ برای از اینکه جای فرهنگ اینجا است، تولید کننده فرهنگ اینجا است، صنعتکار اینجا بوده، هنرمند اینجا بوده، معمار اینجا بوده، گذشته وجود داشته.
اگر اینا رفتن و به هندوستان یا فرض میکنن به جاهای دیگر رفتن و در اونجا با فارسی رفتن، ضرورتشان بود، نیازشان بود. مثل از اینکه امروز بعضی از دوستای پشتو زبان ما را به اصطلاح مندار میسازن و میخوان که منت بگذارن که گویا ما یعنی به زبان پشتو صحبت، به زبان فارسی صحبت میکنیم، شما صحبت کردن نمیتونید. گویا که اینا به بازوی کدام اخلاق و کدام لطف و مهربانی اومده باشن زبان فارسی را یاد گرفته باشن. در این زبان فرهنگ بود، در این زبان دانش بود، در این زبان در زبان ادب بود، در این زبان از هزار تمدن بود که اینجا یاد گرفتی. و امیرکم ترک ها، یعنی ما چیز شاهان ترک منظوره بست، من با خلق ترک، مردم ترک با کاری ندارم، ولی وقتی که موضوع سیاسی بیاید و بخواید کسی از کار شاهان ترک کردن از او وسیله برای حاکمیت، وسیله برای هویت خود بسازن و مثلا دیگران را تحقیر بکنن و پایین بگذارن، باز مثلا فرق میکنن. این نکته دوم که این دوستان بود، عرض مایی است، تمنای مایی است، التماس مایی است که توجه باید صورت بگیره و در اینجا دیگه مثلا خاتم بخشی صورت نگیره که شاهان ترک آمدن زبان فارسی را تقویت کردن. نه برادر، شاهان ترک زبان خودشان را تقویت میکردن وقتی که باستانستن کردن، تا که نمیتانستن فهمی فارسی بود، باز وقتی که تانستن کردن، باز با زمان خود جانم خدمت کردن. امروز اونا میرن در داسیه میانه، حتی نمیمونه کسی را نمیگذارن با فارسی کسی صحبت بکنن، حتی نمیمونن کسی نام خود تاجیک بگیره. او را چطور میگی؟ مسئله مسائل بلنش و مسئله اخلاقی آدم که پسنه. در مورد از اینکه من خب دوستا همه بسیار زیاد مفصل صحبت کردن، هم از نگاه زبان شناسی، هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه اقتصادی که چند دفعه پیشتر جناب آقای دکتر سبرزایی صحبت کردن، و دوستای دیگه هم از نگاه تاریخی صحبت شد که جناب آقای مرادی و همچنان آقای احور صحبت کردن، من بیشتر از وجود نبودم با معذرت. به هر حال من فقط در مورد چه باید کرد، دوست ها دو دیدگاه هایی داشتن که همه ایش ارزشمند بود، همه ایش ارزشمند است. من برداشت خودم هم از گفتار دوست ها و هم از تجربه شخصی خودم همی است که ما دو کار باید بکنیم. یک و بسیار زیاد مهم و ارزشمند، به دست آوردن قدرت سیاسی. ما هر چه میتونیم، ده با هر چه در توان داریم، ده به دست آوردن قدرت سیاسی به هر شکلی که باشه، به هر رنگی که باشه، ما باید کار بکنیم. و هر دستی را که به خاطر به دست آوردن قدرت سیاسی بلند است، باید که ما تقویت بکنیم و همراهش دست بلند بکنیم و در کنارش ساد شویم. یک که بسیار ارزشمند است، اگر قدرت سیاسی را داشتیم، ما زبانم داریم، هویتم داریم، با زبان مادری ما حفظ بشه، زبان هویتی ما حفظ بشه، همه چیز حفظ بشه. یعنی این گپ بسیار اساسی است. گپ دوم کار فرهنگی است. کار فرهنگی است که باید فرهنگی انجام بدن، تولیدات فرهنگی، مثلا شعر، ادبیات، داستان، فرض میکنم برنامه های تلویزیونی، تاک شو ها. ما میبینیم اینه در این وقتهای آخر، میبینین شما اکثریت تاک شو یا چه میگنم نمایشات که صحبت در صورت میگیره، مصاحبه های تلویزیونی و این مسائل، کلش به زبان، اکثریتش به زبان فارسی است. که گپ بسیار زیاد ارزشمند است و بسیار زیاد مهم است که تا باد چنین بادا، تقویت باید شود، تاک شو ها باید زیاد شود، تقویت شود، کمک شود. فیلم، دراما، برنامه های طنز، فرض میکنم گپایی که ما میبینیم امروز، هنوز که هنوز است، عرصه ادبیات و عرصه فرهنگ فارسی در اختیار خودش داره. ما در سطح کشور که میبینیم، ما ارزشمندترین، مهمترین برنامه های سیاسی و فرهنگی هنوز به زبان فارسی است و ای باید تقویت شود، کمک شود. یک مثال بسیار کوچک میتونم برای از این کمی اهمیت از این گفت ثابت شود. مثلا ما امروز در اکثریت نسل ما و همی جوان ها به زبان اردو آشنا هستند. چرا؟ از برکت فیلم های هندی بالیوود، از برکت ممالنی و درمندر. امروز اکثریت از این مردم زبان اردو رو میفهمند. تولیدات فرهنگی وجود داره، تولید فرهنگی داشته باش، مردم مجبور بشه که زبان تا یاد بگیره، وگرنه که ما بیایه به زبان تو را یاد بگیره که در اون زبان چی کنم. امی بعض از دوستای پشتون ما میشنن چی میکنن که زبان ما را یاد نگرفتی، پرمان چم امی زبان تا ما یاد بگیرم که در اون چی یاد بگیرم، یعنی زبان یاد بگیرم که بعد از اون چی
چیز تاریخ یاد بگیرم، شعر یاد بگیرم، ادبیات یاد بگیرم، فلسفه یاد بگیرم، چی یاد بگیرم ده او؟ یا سرگرم میسازه ده او داستان و فیلم و چی هست که من؟ اینمی یک مثال که ما میتونیم که با تولیدات بیشتر و بیشتر و بیشتر فرهنگی زبان خود ما را تقویت کنیم، حفظ کنیم و نگهداری بکنیم. باز هم تشکر، وقت بیشتر دوستا را نمیگیرم، یک بار دیگه تشکر میکنم از تک تک میمانان نهایت عزیز و ارجمند و ارزشمندی که آمدند به اینجا به محفل ما را با چراغ حضورشان روشنایی و گرما بخشیدند. ازشان تشکر میکنم و به امیدوار هستیم که در برنامه های آینده، روزهای آینده، اگر برنامه هایی می داشته باشیم به مناسبت های مختلف، باز هم ما را سرفراز بسازند، حضور بیابند که صحبت بکنیم، همدیگر را ببینیم، بشناسیم و همدلی های هرچه بیشتر، همزبانی که هست، همدلی بیشتر ایجاد بکنیم به خاطر مردم ما، به خاطر فرهنگ ما، به خاطر زبان ما و آینده مردم ملت ما. یک بارم تشکر، سلامت باشین، خداوند حافظ و نگهدارتان. سپاس از شما استاد معزز، انشاءالله که به زودترین فرصت صحتیاب گردید. منم از مهمانان عزیز ما، از اوزار گرامی جهان سپاس و امتنان دارم که لطف کردند و تشریف آوردن. محفل باشکوه داشتیم، رسمن با پایان رسید. السلام علیکم و رحمت الله. محفل با پایان رسید. این حال هر که صحبت های خودمانی داشته باشد بفرم. نایر صاحب سلام برسه. جناب نایر صاحب بعد از زیراست سیره مبارکتان رو میبینیم. سلام رضای صاحب، دیور بخیر، خوب هستید؟ بخیر. چی رقم حساب است که در این فیسبوک ما خودت هیچ، ما شما را لایک میکنم ولی شما هیچ صدایتان معلوم نیست، چی رقم است؟ والا نمیفهم خود شما در فرند ما نیستین دو، چرا؟ نه اصل معنی هم تمام پستایتان را میبینم به خاطر از اینکه اگر اصدمندی شما اطمینان داشته باشیم همیشه امور رابطهش را تامین کنیم. فعلا خوب جور هستم، فعلا جور هستم. خب نایب صاحب گرامی سلام مرا هم بپذیر. نایب صاحب سلام، ولی شما خوب است؟ آه دکتر صاحب سلام، چی حال دارید؟ شما کجا هستی؟ نایداد و بیداد صحبت خوب است؟ شکر والا، شما خوب هستید؟ شکر. ما یک آن دفعه میبینم در فیسبوک امرای جگرگوشه ها. لطف داره. نایب صاحب محفظ جزا سیک سلام بتیم برتن، یعنی بگم صد سلام مزمو هم. ما خوشبختانه در بین کلگ ما نایسا ارتباط داریم، هم مناسبات داریم، هم ارتباط داریم، ای کمانتیرین داریم، همه چیز. نایل صاحب دمی گفتار رفیق مفید تغییر دیدی؟ ما خواهید نمیبینم، همون مثل سابق باره نیست؟ همون سنامه نیست؟ ماشین دارم به گردش نمیرسه. رئیس صاحب از بخاطر ایچ یادواری نکد از ما. نایل صاحب بعد از این دیگر در دیدنی مجلس ها باید اینجا حضور تامین شود، بر از اینکه ما من را دعوت کنید میاییم، چرا آدم بیکار دیگه چی میشه؟ دعوت و صد درصد میشن، ولی شما میکمک کنید دیگه توجه داشته باشید. دور بخورید. نه و دعوت که باشم آنو برادر، اینجا خود صحیح است که شما را ما دعوت میکنه، اینجا از را دعوت میکنه، ولی در پولی از اینکه شما میره از خود دانسته یک کمک بره، یک در از خود یک حرکت کنه. ولی اولین مجلسی است که با این دوست ها که ما را دعوت کردن انجمن. ما دعوت کردم اتان اجان. ما دعوت کردم اتان دیگه نکردن کار که دعوت کرده اونم جون دعوت کردن و ما لبایک گفتیم باید سرده بیان کردیم ما از نایل صاحب. بعد از یه زمین سرجم بخی دعوت هست چی دیگه نایل صاحب؟ خلاص به ما همون لینک شروان کنین. من میارم کوستانی صاحب دیگه در همه مجالس ما نایل صاحب دعوت بکنی که نایل صاحب وزنوش باید تنین شد. نایل صاحب نگفتین ما یار غار هستم، رای غار رو نشان بتین. او غار نشون. عرض حرمت خدمت جناب نایل صاحب بزرگوار. جناب نایل صاحب بزرگوار هم حتما در شورا هم دعوت هستن، در چیز بیاین در مجالس شورا، شورای انسجام تاجیکان. اوجه جایش از بیخی کن رفیقانش هستن میگن. بله
اما یاران موجه از نایل سیف جای خودت خالیست خب؟ شما یارانه میکنین ما را خبر نمیکنین چی بگویم؟ خب تازه است در آغاز کار است اینا بخیر دعوت استی خلاص هم روز کبینی سید ما در خدمت این رای غار نشان دار سلام و احترامات ما را قبول کنین جناب نایل صاحب ما سلام و شما هم سلام میگی صاحب آره قدیمی آره قدیمی مفید صاحب دکتر سر مفید سلام و حرمت خدمت شما تقدیم میکنم از سخنای ارزشمند شما خیلی مستفید شدیم دیگه بسیار زیاد حظ بردیم رئیس صاحب نفهمید از او خاطر نگفت چیزی شما سپاسگزار که اقل یاد کردید والا خوب است که جمع مجلس امروز اصلا یک ارزیابی بسیار خاص میشد در پایین برسر از شوش برای واقعا صحبت های خیلی ارزنده واقعا بسیار بسیار فربه و با محتوا گفته شد هر یک و راستی این ما تشکری میکنم از جناب مفید صاحب که واقعا مفصل صحبت کرد و دیگر دوستایی که دکتر سید مرادی و همین قسم از اول تا با آخر هر کس با تفاوتی که وجود داشت از نظر کمیت صحبتشان یا همون تفاوتی که در کلامشان بود این از زاویه تخصص خود هر کدام مسئولانه صحبت کردن آموزنده صحبت کردن و برای ما کاملا یک روشنگری بسیار مفید بود استفاده شد و نایل صاحب خانش آباد که حضور آورد دوستان ماستن و موجودتشان باد از این بسیار ضرور است از هر لحاظ باید ما از خزینت هایی که در وجود از اینا استفاده کنیم جامعه تاجک استفاده کنه فارسی زبان ها استفاده کنه حالا خب زمان مکتب گذشت و وقتا جناب نایل صاحب در صنف ها درس میدادین حالا اینه بهترین صنف اینه میجاست که در بین یارا باشین از داشته هایتان ما را مستفید بسازید، صحبت بکنید، جای فکاهی همیجه است، جای طنز همیجه است، جای شعر همیجه است، ظرافت هایی که شما دارین و فضیلت هایی که دارین، همش بازارش این همیجه است، فقط این همیجه رو مطا این همیجه خواهد صاحب کنم سروده نو نداری؟ والا شعر ندارم نه، چند قبض شعر هستم قبض شعر سی یا چند قبض قبض سرشوار بگو ببخشین پیجو که ما شعر بگوین یک چیز فراموش نکنیم که گردندگی خراسانی شد بسیار عالی ورزشمندی هیچ کسی دوری نکرد واقعا از آغاز تا فرجام برنامه شار با زیبایی با لطافت با شایستگی و با فصاحت زبان شار مقبول گردندگی کردن که ما اگر دگرد دلیش تلاشکیوری کردیا نکرد ما شد سپزگری میکنم خراسانی شد خود اما گرداننده تمام برنامه‌ای که در کانون از اول تا آخر بودن و اونا پیش بردن و اونا واقعا یک اندازه ده که عرفوی و مستنده می بخشن واقعا شعر می سران گذشته از او عدیب هستن شعر می سران خواهش می کنم داکتر صاحبی گرامی ذره نوازی می کنید خواهش می کنم این کاری که من اینجا انجام دادم میره کل دوستامتان جناب اشکانی جناب اینجا سببی جناب آقای مشتاق ما همی دکتر سب ما خوال خدمت جناب نایل سب باز احترام تقدیم میکنم ما همیجا به خاطر خودت و دکتر سب رضایی من هیچ از خراسانی سب تشکری نکردم به خاطر از اینکه ما گفتم شما اینجا بزرگ هستید اما چیز میشه همین موضوع را شما بکنین واقعا خراسانی تا ما قصدار نیستید نه تنها ما قصدار هستم از خراسانی سه چطور